آزادی به بالها میماند، به نسیمی که در میان برگها میوزد و بر گلی ساده آرام میگیرد، به خوابی میماند که در آن ما خود رویای خیشتنی، به دندان فرو بردن در میوه ممنوع میماند آزادی، به گشودن در دروازه قدیمی متروک و دستهای زندانی. قطع شعری از زندیات احمد شاملو در آغاز جلسه خدمتون قرائت کردم. من رضا شایگان به عنوان مسئول جلسه به همراه همکارانم آقای کریم ناصری منشی جلسه، همچنین جناب آقایان محمد رسول پوردندرست و فرشاد عرابی ضبط صدا و تدوین، ادمین ها بانو مباشریفر و آقای نریمان حسین نژاد، امروز شنبه 8 اکتبر 2022 برابر با 16 مهر 1401 و از ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی در جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه همکارانی که از در این جلسه حضور دارم و همینطور عزیزانی که از لایو یوتیوب و همچنین اپلیکیشن کانون ما رو دنبال میکنن. من خیلی سریع عزیزانمون که امروز عزیزانی که امروز سخنرانی و گزارش نقد رو تهیه کردن خدمتتون ارائه عرض میکنم. بانو غزاله ابتهی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی شهریور 1401 رو تهیه کردن. بانو زهرا رهایی کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مواد 6 7 و 8 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آقای آراس کرمی با موضوع فتوای خمینی در قتل عام کردستان سخنرانی خودشون رو ایراد خواهند کرد. همچنین آقای حسن حمزه‌زاده با موضوع روز جهانی کودک و تبعیض در کودکان اقوام ایرانی سخنرانی خودشون رو ارائه خواهند داد. همچنین آقای فرشاد عرابی رو داریم با موضوع کشتار مردان بلوچ که در این روزها بی تناسب هم نیست. و در پایان هم بحث آزاد رو داریم با موضوع فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی بخش دوم قوم ترک. بعدی است تو در هر بخش دوستان عزیز میتونن نظرات خودشون رو پیشنهادات خودشون رو ارائه بدن و در جلسه حضور داشتم اون تا صدای قرار لطفا رعایت کنیم. دعوت میکنم از بانو غزاله ابتهی که سخنرانی خودشون رو ایراد کنم. دستتون رو لطفا بالا کنید و ببینم. مایک در اختیار شماست. با سلام و درود خدمت همکاران و همراهان گرامی، گوش میکنیم به گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی. در سحرگاه روز شنبه 5 شهریور ماه 1401، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان زابل به اجرا درآمد. بر اساس این گزارش هویت این زندانیان غلامرضا کاظمی 44 ساله ساکن زابل متأهل و دارای فرزند و رضا زحمتی 35 ساله ساکن زابل متأهل و دارای فرزند عنوان شده است. این خبر مغایر است با اعلامیه حقوق جهانی بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. در تاریخ یکشنبه 6 شهریور ماه حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد. هویت این زندانیان رحیم قنبرزهی فرزند غلامشاه 40 ساله متأهل و پدر 3 فرزند اهل و ساکن زاهدان و مجتبی خادمی نژاد حدوداً 37 ساله و تبعه کشور افغانستان عنوان شده است. این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه،
ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. یک شنبه 6 شهریور 1401 بر اثر انفجار یک قبضه مهمات بر جای مانده از جنگ ایران و عراق در شهرستان گیلان غرب واقع در استان کرمانشاه، یک شهروند 70 ساله جان خود را از دست داد. ادوات جنگی و یا مین‌های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان در مناطق مرزی می‌شود. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. در تاریخ 10 شهریور 1401 سحرگاه پنجشنبه حکم یک زندانی حمید قره‌لر که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان قم اجرا شد. پیشتر ویدیویی از این زندانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آن جهت جلوگیری از اعدام زندانیان طلب استمداد کرده بود. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. در تاریخ 12 شهریور 1401 حکم محکومیت میلاد افتخاری شهروند اهل شهرستان لارستان توسط شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان فارس عیناً تایید شد. وی پیشتر به 3 سال حبس تعزیری و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2 سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود. از مصادیق اتهامات این شهروند می توان به نوشتن مطالب انتقادی علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و انتشار این مطالب در صفحات شخصی وی و همچنین تبلیغ علیه نظام اشاره کرد. این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی. در تاریخ 16 شهریور 1401 زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه مدعی شد نامبردگان به اتهام افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در باند قاچاق زنان و دختران به اقلیم کردستان عراق این محکومیت را دریافت کردند. در نقطه مقابل این ادعا گزارشاتی از سوی منابع غیررسمی منتشر شده است که ادعا می‌کند دو فرد یاد شده در رابطه با گرایشات جنسی خود و فعالیت در این حوزه به اعدام محکوم شدند. تا کنون محتویات این پرونده یا اظهار نظری از وکلای آنان منتشر نشده است. در پی شنیدن این خبر خانم زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره 31 ساله اهل نقده همان روز از طریق خوردن قرص اقدام به خودکشی نموده است. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. 8 شهریور 1401 مازیار شهبخش نوجوان 16 ساله علی رغم گذشت نزدیک به 6 ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلا تکلیف در بند کانون زندان زاهدان به سر میبرد. وی روز سه‌شنبه 8 شهریور ماه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان منتقل شده و روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه به بند بازگردانده شد. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. روز سه‌شنبه 12 شهریور 1401 حکم اعدام 2 زندانی در زندان زاهدان به اجرا درآمد. این دو زندانی مرداد ماه 1392 از بابت اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت کشور،
قیام مسلحانه، همکاری با گروه‌های مخالف نظام و قتل 3 تن از ماموران راهنمایی و رانندگی بازداشت شده و نهایتاً به اعدام و حبس محکوم شده بودند. هویت این زندانیان محسن قنبرزهی، فرزند جمان، اهل و ساکن روستای شندک از توابع زاهدان و همچنین عین‌الله قنبرزهی، فرزند عبدالرحمن، متولد 1368، اهل و ساکن روستای شندک از توابع زاهدان، متأهل و دارای 4 فرزند عنوان شده است. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. سه‌شنبه 1 شهریور یک کولبر که در مناطق مرزی بانه بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی زخمی شده بود بر اثر جراحات وارده در بیمارستان جان باخت. هویت این کولبر که پدر 2 فرزند است آراس محمدپور احراز شده است. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و ماده 23 حق امنیت کار. مهسا ژینا امینی متولد 30 شهریور 1379 دختر 22 ساله سقزی بود که در 22 شهریور 1401 پس از دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران در اثر ضربات ماموران گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی نظام جمهوری اسلامی ایران دچار شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شد. مهسا امینی 3 روز بعد در 25 شهریور 1401 به اثر شدت جراحات ناشی از ضربات وارده در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. مرگ او موجب بروز واکنش ها و اعتراضات گسترده‌ای در نقاط مختلف ایران و جهان شد. این خبر مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی. سخنرانی من اینجا تموم شد. مایکو رها میکنم. سپاسگزارم بانو مبتهی عزیز. البته بسیار از این مواردی که شما اشاره کردیم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم هست، ماده 23 که اصل 23 که بازداشت بدون حکم غیرقانونیه. یعنی همین خانم امینی که شما فرمودین بدون حکم مثلا کسی رو نمیتونن بازداشت کنن، این تو قانون اساسی هست، ولی خب متاسفانه تو جمهوری اسلامی قانون اساسی یک چیزی، اون چیزی که آقایان اجرا میکنن چیز دیگه ایه. بسیار سپاسگزارم. از دوستان اگر نظری دارن لطفا دستشون رو بالا کنن تا خب دوستان نظری ندارن میریم قسمت بعدی که کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مواد 6، 7 و 8 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط بانو زهرا رهایی اجرا خواهد شد. بانو رهایی، میکروفون در اختیار شما. سلام و خسته نباشید میگم خدمت همکاران عزیز. نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شدند که منفردن و مشترکن با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان یا مذهب اقدام نمایند، و نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت نژاد، رنگ یا ملیت برخوردار شوند، و نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده
و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمر لزوم ختم سریع و بی‌قید و شرط استعمار را تایید و رسماً اعلام نموده و نظر به اینکه اعلامیه مورخ 20 نوامبر 1963 ملل متحد راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تایید قرار داده، با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی باشد، با تایید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد، با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نیست، با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی، مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه ها و رویه های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد، با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین المللی کار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد یونسکو در سال 1960 به تصویب رسیده است، که البته امروز ماده 6, 7 و 8 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ببخشید من یه خورده سرماخوردگی دارم، صدام به خاطر هم میگرفته. ماده 6 دول عاقد برای کلیه افراد مشمول صلاحیت قضایی خود در برابر هر نوع تبعیض نژادی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد را برخلاف مقررات این قرارداد مورد تجاوز قرار دهد، حمایت و یک طریقه دادرسی مؤثر در برابر محاکم ذی صلاحیت ملی و سایر مراجع صلاحیت دار مملکتی تأمین خواهند کرد و همچنین حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خسارتی که بر اثر اعمال تبعیضات نژادی وارد می‌گردد تضمین خواهند نمود. ماده 7 دول عاقد متعهد می‌شوند که به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی می‌شود و نیز برای تعمیم و بست تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد درباره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد اقدامات مؤثر علل خصوص در زمینه تعلیم و تربیت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند. ماده 8 کمیته‌ای به منظور رفع تبعیضات نژادی مرکب از 18 نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی‌طرفی که منباب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد
با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در بر گرفتن اشکال مختلف تمدن و سیستم‌های عمده قضایی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد شد. اعضای کمیته با رأی مخفی از بین کسانی که دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کردند انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو می‌تواند یک نفر را از این میان انتخاب کند. همانطور که برای همه ما مشهود است، تبعیض نژادی یکی از با سابقه ترین تهدیدها علیه حقوق انسانی است که میتوان آن را ریشه اصلی بسیاری از آزارها، شکنجه و آوارگی میلیون ها انسان در سراسر جهان دانست. سویه دیگری از رفتارهای نژادپرستانه را میتوان در تفاوت میان نحوه رفتار با پناهجویان به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین نیز دید، آنجا که پناهجویان اوکراینی مورد توجه قرار می گیرند و مقدمشان به درستی گرامی داشته می شود. اما برای پناهجویان دیگر کشورها، به عنوان مثال پناهجویان ایرانی، افغانستانی و غیره، برنامه اقامتی خاصی در نظر گرفته نمی شود. سیاست های اجتماعی جمهوری اسلامی متمرکز است بر بست و ریشه دواندن تبعیض، بر ساختن جامعه‌ای توده‌وار، حذف زنان از عرصه عمومی، اعمال نظارت همه جانبه و تمامیت خواهانه در جامعه، تقدیس، تنبیه فیزیکی و خشونت و تداوم فقر و بی‌عدالتی. این سیاست ها در دوره‌هایی با شدت بیشتر اعمال شدند، ولی دستگاه رهبری و نهادهای دیرپای نظام مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص در چارچوب همین سیاست‌ها به تصمیم گیری پرداختند. مدل اسلامی اداره جامعه را که اسلامگرایان ایرانی مدعی آن هستند در این سیاست‌ها متبلور شدند. این سیاست‌ها آنقدر از عرف مطالبات و انتظارات جامعه فاصله دارند که حکومت حتی تلاش نکرده است آنها را در لفافه‌ای موجه عرضه کند، کاری که حکومت در حوزه سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی کرده است. هیچ مجموعه مدونی از سیاست‌های اجتماعی توسط دولت عرضه نشده است. نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی اسلامگرای آن نافی نهادهای مستقل میان دولت و ملت و پیگیری مطالبات از مجرای نهادهای صنفی، تخصصی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. حکومت جمهوری اسلامی همواره جامعه را توده‌وار و بدون تشکل و سازمان یافتگی خواسته تا اولا همه منویات حاکمان به مردم نسبت داده شود، ثانیا نیروهای بسیج و لباس شخصی و اعمال آنها همان خواست توده معرفی شوند و ثالثا صدای غیر از صدای حاکمان و دولت مرکزی به گوش مردم و جهانیان نرسد. امت واحده ایدئولوژی اسلامگرایی جامعه‌ای بدون تمایز یابی ساختاری است که تنها با اطاعت از ولی فقیه خو گرفته است. برای تشکیل این امت واحده مدام باید تصفیه و حذف کرد. جمهوری اسلامی همواره در حال تخریب نهادهای مدنی مستقل و تأسیس و تقویت نهادهای شبه مدنی بوده است. در برابر هر نهاد مستقلی که با هزار زحمت شکل گرفته، یک نهاد شبه دولتی با کمک دولت ایجاد شده است. حکومت جمهوری اسلامی با دخالت در انتخابات نهادهای حرفه‌ای مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی و اتاق بازرگانی آنها را به گروه‌های گوش به فرمان تبدیل کرده. همچنین با تزریق سرمایه به این نهادها استقلال آنها سلب می‌شود. بر نهاده جمهوری اسلامی از آغاز آن بوده که شایستگان تنها کسانی هستند که به مکتب باور داشته باشند یا مورد اعتماد روحانیت قرار گیرند. از این جهت اداره امور جامعه را باید به حلقه باورمندان به ایدئولوژی اسلامگرایی و معتمدان روحانیت سپرد. از این حیث متخصصان و افراد حرفه‌ای به صرف تخصص و حرفه غیر قابل اعتماد و غرب‌گرا و غیر متشرع معرفی شده و باید از دولت به تدریج کنار گذاشته می شدن. این مکتبی سالاری و خیشاوند سالاری مبنای نظری تبعیض در دوران حکومت جمهوری اسلامی است. حکومت جمهوری اسلامی پس از گذشت 30 سال همچنان در حال بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه ها و تصفیه مراکز دولتی است تا نیروهای خودی جامعه را اداره کنند. گزینش‌های ایدئولوژیک در مراکز دولتی
بر اساس تقدم تعهد بر تخصص تأسیس شدند که نتیجه آنها خویشاوند سالاری و رفیق بازی و شکل‌گیری هزار فامیل بوده است. حتی برای یک شغل عمومی در جمهوری آگهی استخدام به عموم عرضه نمی شود تا در یک رقابت سالم آن شغل را کسب کنند. مشاغل دولتی امتیازی است و به آشنایان و اقوام هم به هم محفلی ها تعلق می گیرد. حتی اگر در سیاست در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوعی رقابت سیاسی میان وفاداران به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود داشت، در حوزه اجتماع تمامیت خواهی کامل مورد نظر بوده است. حکومت تا کنج داشبورد اتومبیل ها، پشت بام ها، کشوهای لباس اتاق خواب ها و زیرزمین خانه ها را کنترل می کرده است. حتی کوه و دریا از این کنترل تمامیت خواهان رها نیستند. مردم نباید جایی در مملکت احساس کنند که حکومت آنها را نمی پاید. طرحهایی مثل امنیت اجتماعی یا امنیت اخلاقی برای اعمال این نوع کنترل است. اگر این تمامیت خواهی به طور کامل محقق نشده، صرفاً به دلیل مقاومت شدید مردم در برابر اداره هیئت حاکمه بوده است. در پیشگیری از جرم و برخورد با مشکلات اجتماعی، تنها سیاست رژیم توسل به تنبیه و خشونت و ارعاب است. خشونت گرایی حتی مقدم بر شریعت گرایی است. توجه به شریعت نه به خاطر شریعت گرایی، بلکه به خاطر غالب بودن رهیافت تنبیهی بر احکام شریعت است. اسلام گرایان تنبیه و خشونت را حلال همه مشکلات اجتماعی می دانند. برای حل مشکل دزدی باید دست بر کرد. راه حل مشکل روابط جنسی بیرون از چهارچوب خانواده سنگسار است. راه حل مشکل اعتیاد شلاق و اردوگاه‌های مثل کهریزک است. راه حل مشکلات سیاسی تیراندازی به مردم و شکنجه و تجاوز است. راه حل مشکل خانواده‌ها سلطه مردان بر زنان و کودکان تا حد تنبیه بدنی است. راه حل مشکل منکرات در جامعه قتل‌های استخاره‌ای و مانورهای انصار حزب الله در خیابان‌ها برای ایجاد ترس در دل مردم است. راه حل مشکل فساد نیز اعدام مفسدان اقتصادی است. این سیاست‌ها نه به طور کامل قابل اجرا بودند و حتی اگر اجرا شدند به موفقیتی نیز دست نیافتند. حکومت اسلامگرایان در ایران تنها با تداوم فقر ممکن است. تنها از میان فقر است که این حکومت به سربازگیری برای نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و قضایی خود می پردازد. هیچ یک از سیاست‌های حکومت دینی متوجه بر ریشه‌کنی یا کاهش فقر نیست، بلکه متوجه بر تداوم فقر و فاقه و بی‌عدالتی است. در کشوری که دارای منابع انسانی و طبیعی غنی و فراوان است، ریشه‌کنی فقر به وجود آوردن چترهای حمایتی دشوار نیست. حاکمان ایران مصرانه نمی‌خواهند فقر در جامعه نباشد یا کاهش یابد. در صورت رفاه نسبی دیگر هزاران نفر دنبال اتومبیل خامنه‌ای نخواهند دوید و حکومت نمی‌تواند نمایش و محبوبیت خود را بر دوش بدبختی و فلاکت سوار کند. با گذشت بیش از 4 دهه از عمر این نظام، بیش از 70% مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنین نه تنها معلولان، بلکه معلولان بازمانده از دوران جنگ نیز مورد بیتوجهی تبعیض در حکومت قرار دارند. هر از چندگاهی یکی از جانبازان به آتش زدن خود در برابر بنیاد جانبازان اقدام می کرد و در بسیاری از موارد منجر به کشته شدن آتش زننده می شد. جمهوری اسلامی هیچ حق بنیادی نیز برای معلولان به رسمیت نمی شناسد و مسئولیت آنها را متوجه خانواده ها می داند. پس از دوره کوتاه مدت از تحصیل معلولان رها می شوند و تحت بیمه های درمانی مجانی نیز قرار نمی گیرند. از آنجا که توجه به معلولان به عنصری در رقابت های سیاسی تبدیل نشده، حاکمان از توجه به آنها عایدات سیاسی ندارند. کاملا در حاشیه فضای سیاسی قرار گرفتند و حقوق آنها پایمال می شود. سیاست های فوق نه جامعه آرمانی اسلامگرایان را تحقق بخشیدند و نه به تحکیم اقتدار تمامیت طلبانه هیئت حاکمه انجامیدند، بلکه جامعه ای پر از فساد و فحشا، فقر، بی‌عدالتی، تبعیض پدید آوردند که بنیادهای اخلاقی و پیوندهای اجتماعی آن در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. آنچه در این میان کاملا غایب است توسط توسعه اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی
از طریق تقویت نهادهای مدنی و سپردن امور مردم به خود آنهاست. در حوزه تبعیض زنان، رژیم حاکم جمهوری اسلامی فرهنگ سنتی، فقه اسلامی و سلیقه های حاکمان افراطی را در رابطه با زنان با هم آمیخت و شرایطی ناگوار را برای آنان رقم زد. قتل مهسا امینی فقط حکایت تلخ یک فاجعه از بیشمار فجایعی است که بر زنان رفته است. آنچه بیان شد شاید نشان دهد که اندازه نیرویی که در 4 دهه گذشته برای سرکوب زنان به کار گرفته شده چقدر زیاد بوده است. اگرچه زنان آسیب و صدمات فراوانی را تحمل کردند، اما از دیگر سو باید گفت که زیر بار این فشار و نیروی طاقت فرسا نشکست و تسلیم نشده، بلکه روز به روز آگاه‌تر و قوی‌تر گشتند. اکنون زنان و مردان ایرانی بر اساس تجربه پرهزینه و گران سنگ و تحول آفرین خود دریافتند که الگوی فقه و قوانین فقاهتی چقدر در زندگی ناکارآمد و حتی زیانبار است. برای رسیدن به این حقیقت تحول ساز، زنان ایرانی بیشترین هزینه را نیز پرداختند. جمهوری اسلامی تمام همت و توان خود را برای تحمیل قوانین ناعادلانه بسیار و در رأس آنها حجاب اجباری بر زنان به کار برده و در این را از هیچ ستمی فروگذار نکرده است. با این حال همه شواهد گویای آن است که پیروز این میدان مبارزه زنانند. زنان با این پیروزی پرهزینه ملت ایران را از یک تنگه مهم تاریخی عبور خواهند داد. ما مردم با عبور از تنگه فقر خواهیم توانست در ایران آزادی و برابری را بنیان نهاده با وحدت و انسجام به دور از هر گونه تبعیض و نابرابری در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خیش عاملان مؤثر و تنها عاملان مؤثر باشیم. بدین گونه است که در حکومت دینی کسانی با برخورداری از رانت دینی شهروند درجه اول می شوند. همکاران عزیز، چون مطالب خیلی زیاده، من حالا به دلیل کمبود وقت حالا هر کسی خواست اینا رو در اختیارش میذارم، ولی میدونم که وقت جلسه کم هست، حالا اینو کوتاهش کردم. و یکی از این قوانین اساسی رو که میخواستم حالا در آخر مقایسه کنم همین قانون 27 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی که حق این تظاهرات رو میده، ولی هممون شاهد هستیم که الان 21 روزه که چطوری با اینکه همچین حقی توی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران هست، چطور دارن با مردم سرکوب، قتل عام، و حالا شاهدیم که دروغی رو که الان داره حکومت به دنیا ارائه میده. البته خب همه هم آگاه شدن و میدونن که اینها فقط دروغه، اینه که هر کسی رو میگیرن، شکنجه میدن و میکشن، میگن که خودکشی کرده، چون سن این سرکوب و قتل عام واقعا وحشتناک پایین اومده. میبینیم که توی خود بلوچستان کودک 2 ساله یا میبینیم 7 ساله. به خاطر همین همه رو دارن میگن که اینا خودکشی کردن یا از ارتفاع خودشون رو پرت کردن. یعنی مگه میشه هر کسی توی اعتراضات بوده خودش رو از ساختمون پرت کرده پایین؟ ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. من مایک رو رها می‌کنم. ممنون از شما بانو رهایی عزیز. البته اشن شما میگفتید، من دقیقا داشتم کتاب 1984 جورج اورول رو بازسازی میکردم تو ذهنم، با این تفاوت که اون یک نویسنده بوده که اینا رو از تخیلش نوشته، ولی ما این موارد رو کلا زندگی کردیم و بدتر از اون حتی. دوستان اگر نظری دارن یا سوالی دارن لطفا بفرماین، اگر نه که بریم برای بخش بعدی. خب بخش بعدی اون سخنرانی آقای آراس کرمی با موضوع فتوای خمینی در قتل عام کردستان هست که اگر دستشون رو بالا کنم من ببینمشون. آقای کرمی بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. با درود خدمت دوستان، صدا و تصویر من هستش؟ بله بله بفهم. بله، سخنرانی خودم رو من شروع میکنم با موضوع فتوای خمینی برای قتل عام کردستان.
فتوای خمینی برای قتل عام کردستان یه ننگ ابدی بر چهره فاشیسم حاکم است. 28 مرداد ماه سال 58 سالگرد کشتار مردم کردستان و لکه ننگ ابدی بر چهره فاشیسم حاکم که برای همیشه ماندگار شد. و خمینی با این فتوا یک ننگ ابدی برای خود و حاکمیتش به جان خرید. مردم کردستان پس از سالها سرکوب در حکومت پهلوی انتظار داشتند اداره امور داخلی در منطقه کردستان به نمایندگان منتخب مردم سپرده شود. و خود و شوراهای را برای اداره امور تشکیل دادند. حزب دموکرات کردستان که عمده ترین حزب کردستان در آن زمان بود، خود را حزبی غیر جدایی طلب معرفی کرد و از اصحاب و جریانات جدایی طلب دیگری انتقاد نمود. اما این وضعیت برای خمینی که در صدد قبضه کردن قدرت به صورت انحصاری بود گران آمد و فرمان کشتار مردم کردستان را صادر کرد. اولین درگیری های کردستان در سال 58 صورت گرفت و جنگنده ها بر فراز شهرهای کردی دیوار صوتی را شکست و در اثر بمباران و توپباران سنندج بسیاری از مردم کشته و زخمی شدند. از جمله می توان به قتل عام قارناه که یکی از مشهورترین قتل عام هاست اشاره کرد. خمینی دستور مشهور خود را برای مداخله نظامی تمام ایار در کردستان صادر کرده بود و به دنبال درگیری کردستان به دستور خمینی پای صادق خلخالی در دادگاه های تازه تأسیس انقلاب باز شد. در این ایام صادق خلخالی حکم اعدام بسیاری از مردم این خطه را صادر کرد و خمینی به جای استفاده از مقام معنوی و اجتماعی در جهت برقراری آزادی و عدالت راه جنگ افروزی و جنایت و کشتار را در پیش گرفته بود. تا جایی که از طرف خیلی از دولت و جامعه بین‌الملل به طلب به همکاری مرد آن دوران خود را در آن سالها معرفی شد. یک خبرنگار فرانسوی که آن زمان در منطقه بود و چنین گفته بود، ارتش و سپاه کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفته بودند و خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود. دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‌کرد. دستور داد به سرعت حکم اعدام‌ها اجرا شود. اون مردان پسران را در طی چند روز و حتی چند ساعت بعد از دستگیریشان بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت ضد انقلابی به اعدام محکوم می‌کرد. نیروهای جمهوری اسلامی در جریان جنگ‌های کردستان مرتکب جنایت بسیاری شدند و مردم چنین روستا و منطقه را قتل عام می‌کردند. از جمله می‌توان به مردم قارنا، قالتان، اوشتپه، سرچنار و چندین روستای دیگر نام برد. عوامل این کشتارها هیچ موقع مورد پیگیری قرار نگرفتند. مینو هلمی، فعال سیاسی کرد که آن روزا به عنوان امدادگر در بیمارستان شهدای سنندج حضور داشت، از روایت هولناکی خبر داد. 28 مرداد سال 1358 روح الله خمینی علیه نیروهای مناطق کردنشین ایران این فرمان نظامی صادر کرد. فرمان او که به فتوای جهاد معروف شد، حادثه خونین در این مناطق رقم زد و گفت به رئیس کل ستاد ارتش، رئیس کل ژاندارمری اسلامی و رئیس سپاه پاسداران اکیداً دستور میدهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین در حال فرار هستند که در حال فرار هستند تعقیب نمایند، آنها را دستگیر کنند و محاکمه کنند. در واقع محاکمه‌ای در کار نبود که اکثر به اعدام تیر و اعدامهای صحرایی منجر شد. دادگاه صحرای خلخالی در اولین اقدام پس از صدور این فرمان، صادق خلخالی حکم تیرباران 12 نفر را در شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه را صادر و سپاه پاسداران نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به سمت سنندج به راه افتاده بودند. در کرمانشاه، سنندج، کردستان، آذربایجان غربی به شهرهای عادی حتی به مردم و شهروندان عادی رحم نکرد و صدها نفر را به صورت خروج تیرباران کرد. مینو هلمی که میگوید من شاهد زنده آن فجایع هستم، صحنه هایی را دیدم که کابوسشون هنوز دست از سرم بر نمی دارد و شبانه نمی توانم بخوابم. و شیمون باوفا از پرستاران کردی بود که در جریان حمله به کردستان در سال 58 و 59 جان خیلی را از مرگ نجات داده بود. او در اوایل خرداد 1359 بازداشت و در محله دادگاه انقلاب سنندج در برابر چشمان شمار دیگری از زندانیان تیرباران شد. پیکر اعدام شدگان آن دهه عمدتاً در قبرستان‌هایی به نام لعنت‌آباد خاک سپاری شد و در شهرهای مانند بیجار، قربه، کرمانشان به خاک سپرده شد، جایی که شبیه گورستان‌های خاوران در تهران و قبرستان‌هایی که متروکی بیشتر شهرستان‌های کردنشین دیده می‌شد. برخی از قربانیان در کنار برخی از قبرستان‌های عمومی که محل اجرای حکم آنها بود به خاک سپرده شده بودند.
و در آخر نیروهای مسلح کرد پس از 24 روز مقاومت در برابر محاصره و توپباران سرانجام تصمیم گرفته بودند به منظور جلوگیری بیشتر سنندج و کردستان را تخلیه کنند و روانه کوهستان بشوند. جستجوی خانه به خانه شروع شد و ایست بازرسی در پلیسراه سنندج مستقر شده بود. همه آنها که هویتشون توسط مزدوران محلی افشا شده بود به هنگام ورود و خروج به شهر بازداشت می‌شدند. زخم آن سرکوب پس از 43 سال هنوز در قلب کردستان است و اکنون با گذشت 4 دهه از عمر این حکومت سرکوبگر جعلی و جنایتکار، رژیم اسلامی این ترفندهای دیگر کارایی ندارد، چرا که شاهد همبستگی اتحاد مردم در سراسر کشور علیه نظام اسلامی و سران آن هستیم. کردستان همیشه یکی از مظلومترین و بی‌دفاع‌ترین استانهای ایران بود و در طول این 40 سال هنوز فقر، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی گریبانگیر این استان میباشد. چون جمهوری اسلامی نمیخواد رفاه آسایش در کردستان برقرار باشد. چیزی که همه ما شاهد آن هستیم و داریم میبینیم ظلمهای بیشماری است که جمهوری اسلامی در کردستان انجام میدهد و شاهد کشتار و کولبران بیگناهی هستیم که هر روز قتل عام میشوند، که تنها ناناور خانواده خود هستند و شاهد سرکوب جوانان این هموطن عزیز. مشکلاتی که فقط گریبانگیر منطقه کردستان نیست، درسته موضوع من فقط بحث کردستان نیست، در حال حاضر همه ایران گریبان اینجور مشکلاتی هستند و در آخر به امید ایرانی آزاد خالی از ظلم و ستم بدون تبعیض برای همه آرزو می کنم. ممنون میشم که وقت خودتون در اختیار من گذاشتید. من مایک رو هم از شما آقای کرمی. ما هم امیدواریم که به زودی همه ایران و همه ایرانیان آزاد بشن از هر قوم و نژاد و مذهب و زبانی و به یک سرانجام خوب برسه. واقعا این مردم کردستان، بلوچستان، خوزستان، ترکمنهای عزیز، فارس ها، فهم نمی کنه لورها، همه اقوام ایرانی متاسفانه دوچار همشیم رفتارهای خشونت‌آمیزی بوده و هستن. امیدواریم که زودتر این رژیم ثابت و یک رژیم سکولار دموکرات برقرار بشه. از دوستان اگر نقطه نظری دارن، سوالی دارن، لطفا بفرمایید. خب میریم به بخش بعدی برنامه‌مون که سخنرانی آقای حسن حمزه‌زاده با موضوع روز جهانی کودک و تبعیض در کودکان اقوام ایرانی هستش. آقای حمزه‌زاده عزیز، من شما رو پیدا کنم. بله، خب میکروفون در اختیار شماست. درود خدمت دوستان و همکاران. روز جهانی کودک به طور رسمی به سالهای پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، میلیون ها کودک در سر تا سر جهان گرفتار رنج های بیپایان شدند. هزاران کودک در اردوگاه های مرگ جان سپردند. صدها هزار کودک در بمباران های شهرهای مراکز غیر نظامی دفن شدند و صدها هزار کودک معلول و بی سرپرست و بی خانمان از آتش ویرانگر جنگ بر جای ماندند. سازمان آمریکایی برای رفاه کودکان در سال 1952 سازمان ملل متحد را فراخواند تا روزی را به عنوان روز جهانی کودک برگزار کند. بر اساس مصوبه جهانی سازمان ملل، کشورهای مختلف یک روز را به نام کودک انتخاب کرده و همه سال آن روز را با هدف توجه دادن به جامعه به مسائل کودکان جشن می‌گیرند. هدف روز جهانی کودک. روز جهانی کودک تنها برای جشن گرفتن و شادی کودکان نیست، بلکه هدف از نامگذاری و برنامه‌های آن آگاهی بخشی به کسانی است که در سرتاسر جهان خشونت را در قالب سوء استفاده، استثمار و تبعیض تجربه کردند و یا آنها را به وجود آوردند. در برخی از کشورها کودکان به عنوان کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرند یا مشغول درگیری‌های مسلحانه و زندگی در خیابان هستند. در حال حاضر بیش از 153 میلیون کودک بین 5 تا 14 سال وجود دارد که مجبور به کار کردن هستند. یونیسف اعلام کرده است که تنها با اختصاص 5 دلار برای هر کودک میتوان جان 90% از کودکانی که سالانه میمیرند نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم کافی است که فقط مبلغ 6 هفته بودجه تسویاتی جهان هزینه شود. روز کودک در ایران.
در ایران جلسه با حضور نمایندگان وزارت آموزش پرورش، سازمان بهسیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برخی دیگر از نهادها تشکیل و ابتدا منجر به انتخاب روز 9 اکتبر به عنوان روز ملی کودک شد، اما در ادامه این تاریخ به 8 اکتبر برابر با 16 مهر تغییر یافت. تصمیم این گروه به دفتر یونیسف در ایران اطلاع و به عنوان روز جهانی کودک در ایران به رسمیت شناخته شد و در ادامه نیز شورای فرهنگی عمومی تصدیق کرد که این روز به تقویم رسمی کشور اضافه شود. کودک کیست؟ کودک یا بچه به انسان خردسال دختر و پسری گفته می شود که برابر دیگر کودکان در زبان فارسی واژه بچه است. این واژه به بزرگ نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد. کودک در قوانین بین الملل، در کنوانسیون حقوقی کودک سازمان ملل، کودک به هر انسانی که زیر 18 سال تمام باشد گفته می شود، مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر آن شخص سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد. کودکان آسیب‌پذیرترین گروه‌های هر جامعه و متأسفانه اولین قربانیان تبعیض‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند. در جهانی که فقر، جنگ، استثمار و ناامنی در حال افزایش است، آوارگی، بی‌خانمانی و مهاجرت اجباری سرنوشت بسیاری از کودکان است. در کشور ما نیز افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، بی‌سوادی، کم‌سوادی، بیکاری، اعتیاد، خشونت، مهاجرت، حاشیه‌نشینی، تبعیض جنسی و ممکن نبودن تحصیل برای همه کودکان بستری است برای پیدایش مشکلاتی مانند کودکان کار، خرید و فروش کودکان، ازدواج زودهنگام کودکان و بزهکاری آنها. این مشکلات در حالی دنیای کودکان را احاطه کرده است که کودک حق دارد و باید در فضای سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. رشد کودکان در محیط‌های ناامن بسترساز شیوع انواع آسیب هاست. همه کودکان حق دارند که در صلح و آرامش زندگی کنند. همه کودکان حق دارند از آموزش رایگان بهره مند باشند. همه کودکان حق دارند از مسکن، تغذیه، بهداشت و درمان رایگان و مناسب برخوردار باشند. همه کودکان حق دارند دارای شناسنامه باشند. شادی و بازی و تفریح حق همه کودکان است. نگاه یکسان و بدون تبعیض، فارغ از جنسیت، ملیت، قومیت، حق همه کودکان است. جای کودکان پشت نیمکت‌های مدرسه است، نه سر چهارراه و کوره‌های آجرپزی. روز جهانی کودک بهانه است برای به یادآوری مجدد این حقوق اولیه کودکان. کودکان لغو کار کودک در همه اشکال آن با کمک به کودکان کار و خانواده‌های آنان از وظایف اصلی دولت است. اما متأسفانه موازی کارهای نهادی متفاوت دولتی و نبود یک نهاد مرکزی برای برنامه‌ریزی، پیگیری و سازماندهی این امر باعث شده است که این طرح‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق نباشد یا هیچ تأثیری نداشته باشد. حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی هاست. تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچ گونه بدرفتاری با کودکان را در بر می‌گیرد. هرچند که آنچه شامل بدرفتاری می‌شود باید در رابطه با آن بحث شود. از دیگر حقوق کودک، حق بر رشد و بقای کودک است که به دنبال حق بر حیات کودک می‌آید و یکی از بنیادی‌ترین حقوق کودکان است و باقی حقوق موقوف بر آن است. همچنین می‌توان به حق بر ثبت ولادت، ثبت نام و تابعیت نیز اشاره کرد که در ماده 7 ذکر شده است. حق بیان آزادانه عقاید، حق آزادی فکر و عقیده، شرکت در انجمنها، حق بر آموزش کودک، حق بر سلامت، حق بر برخورداری از بهداشت، حق بر همبستگی خانوادگی، رفاه، تامین اجتماعی، مسئولیت از سوء استفاده و استثمار جنسی و کارهایی از دیگر حقوق کودکان در این کنوانسیون است. با این حال کنوانسیون محدود به این حقوق نیست و موارد بیشماری را در بر می‌گیرد. تبعیض جنسیتی. تبعیض والدین متأسفانه اکثریت اقوام ایرانی در قبال جنسیت پسر بودن
نخستین و واضح‌ترین سرنخی است که کودکان و نوجوانان از طریق آن می‌فهمند که جنسیت مذکر برتر از جنسیت مؤنث است. این تبعیض در قبال کودک مذکر به ویژه به واسطه لطف مادر به شکل عکس العمل‌های بیش از حد حمایت کننده، جانبداری از پسر در دعواهای خواهر و برادری، نشان دادن پسر به عنوان کودک خوب، توجه بیشتر به هنگام بیماری یا جراحت یا افتخار کردن و رضایت داشتن از پسر بچه در مقایسه با دختر، با مقایسه با دختر بچه، همگی به پسر بچه ها می فهمونن که آنها برتر از خواهران خود هستند و پسرها در مقایسه با دخترها محبوبیت بیشتری دارند. تصوری که در خانه شکل گرفته است بدین صورت است که پسرها با گروه های اجتماعی و دخترها با همسن و سالها و معلمان خیش را بهتر رابطه برقرار می کنند. پسرها معمولا دخترها را دست می اندازن، اما در مسخره کردن همکلاسی های خود به دلیل ترس دودل هستند. والدین به ویژه مادرها مایلن که در قبال دخترها سختگیرتر باشند. زمانی که یک معیار دو ارزشی در هدایت اخلاقی نوجوانان دیده می شود، طبق این معیار بسیاری از کارها برای پسرها غلط یا خطا تلقی نمی شود. معیار دوگانه از طریق دادن آزادی عمل بیشتر به پسرها در تمام سنین تقویت می شود. هر دو جنسیت پسر و دختر این معیار دو ارزشی را اینگونه تفسیر می کنند که والدین معتقدند پسرها در مقایسه با دخترها در انجام امور اجتماعی خود توانایی بیشتری دارند. از این گذشته دخترها در بسیاری از اقدامات اجتماعی نمیتوانند وارد شوند مگر اینکه پسرها به آنها کمک کنند و این در حالی است که پسرها میتوانند تحت هر شرایطی در کارهای اجتماعی شرکت کنند. این نوع نگرش باعث میشود که هر دو جنسیت به این نتیجه برسند که پسرها در زندگی اجتماعی از ارزش بالاتری برخوردارند. شواهد مهمتر زمانی به دست میاد که جامعه انتخاب تاریخ ازدواج را به مردان و پسرها عطا میکند. بازی مدرسه و آماده شدن برای یک سفر به پسر از لحاظ فرا گرفتن مهارت‌های مشخص کمک می‌کند و این فرصت به آنها داده می‌شود تا موضوعات مشخصی را مورد بررسی قرار دهند که اغلب در فرهنگ اکثریت اقوام ایرانی برای دخترها نامناسب تلقی می‌شود. تبعیض فرهنگی و زبانی. در نظام آموزشی ایران کودکان فارس زبان در نخستین سالهای مدرسه خواندن و نوشتن زبان مادری خود را می آموزند و کودکان سایر اقوام غیر فارسی زبان با یکی از بزرگترین تبعیضها و نابرابریهای زندگی خود روبرو می شوند و باید زبانی نو و تازه را فرا گیرند و هم از این رو در همان نخستین سالهای مدرسه افت و عقب ماندگی تحصیلی بر آنها آوار می شود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، اکثریت 5 میلیون دانش آموزی که در 6 سال اخیر مردود شدند، کودکانی هستند که زبان فارسی زبان مادری آنها نیست. محروم کردن اکثریت مردم یک کشور از حقوق فرهنگی خود، محروم کردن زبان‌های غیر فارسی از حقوق مساوی با زبان رسمی به بهانه حفظ یک پارچگی و وحدت ملی که با ناچار با نابرابری شهروندان و تبعیض بین آنها همراه است، می تواند واکنش های افراطی و منفی را در هر دو سو برانگیزد. تبعیض زبانی و فرهنگی بین شهروندان یک کشور وحدت ملی را کاهش داده و اعتراض بدان از حوزه زبان و فرهنگ به حوزه سیاست عبور و در فضای مناسب به انفجار بحران های سیاسی بزرگ کمک می کند. گرایش های تجزیه طلبانه که گهگاه و به شکل های گوناگون در تاریخ ایران رخ نموده و رخ می نماید نیز می تواند در برخی از ابعاد آن بر مبنای اعتراض به تبعیض زبانی بررسی کرد، هرچند در این عرصه عوامل تاریخی، سیاسی و غیره دیگر نیز در کارند. تعصب و پیش‌داوری درباره افراد از سنین کودکی شروع می شود. اکثر کودکان در سن 4 یا 5 سالگی می توانند نژاد و قومیت افراد را تشخیص دهند. بین سنین 7 تا 10 سال مفاهیم پیچیده و تفاوت‌ها و شباهت‌ها میان گروه‌ها را به طور کامل درک می‌کنند. حتی اگر ما برخوردها و توهین‌های قومیتی بین کودکان را نبینیم یا نشنویم، به این معنا نیست که کودکان در معرض این رفتارها نیستند یا در آنها مشارکت نمی‌کنند. همچنین با وجود اینکه تعصب در میان کودکان نسبت به نوجوانان اغلب کمتر از بزرگسالان حالت عمدی و خصمانه دارد، اما همچنان برای همه کسانی که در معرض چنین رفتارهایی هستند مضر است. رسانه، والدین، معلم‌ها، دوستان، خواهر و برادر همه می‌توانند در طرز فکر کودک درباره نجات پرستی یا عدم برابری نقش داشته باشد. همچنین در نظر داشته باشید که کودکان خیلی سریع اختلاف‌ها و تفاوت بین چیزی که می‌گوییم و کاری که انجام می‌دهیم را متوجه می‌شوند.
اطمینان حاصل کنید که اعمال و رفتار شما مطابق آموزه‌های شما باشد و در غیر این صورت کودکان به اعمال شما نگاه خواهند کرد نه به حرف‌های شما. بهترین زمان برای صحبت با کودکان درباره تفاوت‌های انسان دوران پیش از دبستان است. درست زمانی که کودک از تفاوت لهجه، لباس و رنگ پوست همکلاسی‌اش از شما سوال می‌پرسد. می‌توان برای او به سادگی توضیح داد که انسان‌ها در جهان با هم متفاوت هستند و این تفاوت چقدر می‌تواند زیبا باشد. علاوه بر این میتوان تنها یک مداد رنگی به کودکتان بدهید و از او بخواهید یک نقاشی با همین یک رنگ بکشد. در پایان برای او توضیح دهید جهان ما مانند یک جعبه مداد رنگی است و با تمام رنگهایش است که زیباست. میتوان کاربرد هر رنگ را در نقاشیش توضیح داد و با پرسش‌های متعدد او را به این سمت راهنمایی کنید که هر رنگ یک جایگاه به خصوص در نقاشی دارد و عدم حضور هر کدام از آنها میتواند نقاشی را به زیبایی اولش تبدیل نکند. این فرصت خوبی است که به کودکان در مورد فرهنگ غنی و مذاهب مختلف آموزش دهید. صحبت درباره نژادپرستی با کودکان همیشه موثر بوده است. بسیار ضروری است که کودکان نه تنها در مورد تفاوت‌ها بلکه در مورد شباهت‌های بین قومیت‌ها و مذاهب مختلف بیاموزند. در اینجا می‌توانیم ضمن اشاره به تفاوت‌های مانند لباس پوشیدن، غذا یا تعطیلات بر این نکته هم تاکید کرد که مردم‌های دیگر فرهنگ‌ها هم نگرانی‌ها و آرزوهای مشابه ما دارند و در این حال همگی نقاط مشترک زیادی مانند سرگرمی، عشق به حیوانات یا بودن در کنار خانواده دارند. این که فقط درباره تفاوت‌های اقوام، جنسیت و مذاهب با کودکان صحبت کنی بیشتر موجب ایجاب تعصب و تضاد بین کودکان ما می‌شود. به امید روزی که کودکان این سرزمین در میهن عزیزمون شاهد این گونه تبعیض‌ها نباشند و با همدلی و صمیمیت برای آباد کردن ایران پرورش پیدا کنند. ممنونم که این فرصت رو بهم دادید. در ادامه می‌خواستم یه چیزی بگم از تجربه خودم. من خودم از عوام ترک هستیم ما و خودم علناً این تبعیضی که در مورد صحبت می‌کنیم رو حس کردیم و حس کردم، البته نه اندازه برادر بزرگترم، چون من وقتی بچه بودم ما مهاجرت کردیم اومدیم توی کرج، ولی خب همیشه این احساس توی مدرسه بود که به قول معروف اون مسخره کردن و همین چیزایی که الان توضیح دادم واقعا یه حسی توی بچه ایجاد میکنه که بعدها این ضرر رو شما میتونید بفهمید. ببینید، نبودن اعتماد به نفس، عزت نفس و خیلی از مشکلات دیگه که من خودم اونو حس کردم و میخوام همینجا از دوستان، کسایی که بچه دارن یا کسایی که تصمیم دارن بچه دار بشن، واقعا عاجزانه بخوام قبل از اینکه خودتون آگاه نشدید واقعا بچه دار نشین. یعنی اینکه اول از همه وقتی که میگن، اون روز توی یکی از جلسات یه دوستی فرمود گفتش که همه این مشکلات از ریشه مشکل داره و ریشه کودکاست، ولی من اینجا میگم نه، ریشه خود هر آدمی تو وجود خودشه. هر کس باید اول از همه خودش رو درست بکنه. کسی که در حقش تبعیض شده باشه میتونه یه کاری کنه که درک کنه این موضوع رو. اینجا میخوام بگم اون کسایی که واقعا بچه دارن یا میخوان بچه داشتن، اول رو خودشون کار کنن، بعد بتونن اینو درک کنن، تبعیض رو درک کنن و بعد دست به این کار بزنن. الان شما میبینید توی آمریکا مثلا سیاه‌پوستا کسی جرئت نمیکنه، یا همین تو همین اروپا کسی جرئت نمیکنه که بخواد بهشون حرفی بزنه یا یه کاری بکنه که اون احساس نژادپرستی پیش بیاد. ولی خب متاسفانه ما، نسل ما، نسلی که گذشت، بالاخره تأثیراتی که جمهوری اسلامی رو ما گذاشته رو هممون شاهدش هستیم و میبینیم. برای همین یه خورده خب خیلی بیشتر شده. الان کسی که بحث از جدایی طلبی میزنه، وقتی که در باهاش صحبت میکنین کامل، میبینید که دقیقاً یعنی اون مشکلی که داره تبعیضیه که تو بچگی قائل شدن براش. ممنونم که این فرصت رو امدادی بیشتر خود در اختیار من گذاشتیم. هر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. من مایک رو رها کنم. از شما آقای حمزه‌زاده عزیز، از موضوع خوبی که انتخاب کردید. البته نقض حقوق کودکان در ایران خیلی گسترده است، از کودکان کار که شما گفتید تا پولبران کودک و غیره. و یک موضوع رو فکر کنم حالا یا من نشیدم یا شما اشاره نکردید که فکر کنم بدترین نوع آزار کودکان هست، کودک همسری است. جناب شایگان، من عذرخواهی میکنم، موضوع جلسه امروز تبعیض اقوام بود و من سعی کردم که در مورد تبعیضی که توی اقوام پیش میاد صحبت بکنم، برای همین بیشتر حرفای من رو بگیم. ولی خب شما هم راست میگین، اگه بخوایم در مورد کودکان صحبت کنیم
تا فردا میشه در موردش صحبت کرد و در مورد موضوعی جدید. ولی خب امروز موضوع در مورد تبعیض توی اقوام بود. درست. بسیار هم عالی، ولی موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردیم و واقعا ممنونم از شما. دوستان اگر نظری، پیشنهادی، سوالی داریم لطفا مشارکت کنیم. بله خانم رهایی بفرمایید. تشکر که به من فرصت دادین و از آقای حمزه‌زاده تشکر میکنم با سخنرانی عالیشون و امیدوارم که من به نوبه خودم میخواستم بگم که امیدوارم توی فردای ایران آزاد شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم و این تبعیض‌ها و این حالا حس‌هایی که آقای حمزه‌زاده گفتن و واقعا باعث تأسفه دیگه شاهدش نباشیم. و یه تبعیض رو که من میخواستم بگم، تبعیضی که کودکان بلوچی که بدون شناسنامه هستن و الان توی کشتاری که اتفاق افتاده متاسفانه اینا نام و نشان و حتی شناسنامه‌ای نیست که بشه از اینها نامی توی آمار کشته شدگان آورد و به دنیا اینها رو نشون داد. خواستم اینا من اعلام کنم چون در رابطه با کودکان و تبعیض اونها بود، خواستم که این بیمارد نبود و اینم اعلام کنم. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما بانو رهایی عزیز. اگر دوستان دیگه نظری دارن دوستان بفرمایید. اگر من بخش بعدی رو بله، بخش بعدی سخنرانی آخر هست که آقای فرشاد عرابی ایراد خواهند کرد با موضوع کشتار مردم بلوچ که ازشون میخوام. بله میکروفون در اختیار شماست آقای عرابی، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران گرامی. برخی تحلیلگران معتقدند حکومت شیعه ایران به طور نظامن مردم این منطقه را که اغلب سنیان در حاشیه و فقر نگه می‌دارد. نگاهی به وضعیت برخی دیگر از استان‌های سنی نشین ایران از جمله کردستان و قسمت‌هایی از خوزستان که تقریبا با همین مشکلات دست به گریبانن می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد. حکومت ایران اغلب این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما نه تنها نشانه از بهبود اوضاع در این منطقه دیده نمی شود که در سالهای اخیر فشارهای امنیتی و اقتصادی هم در سیستان و بلوچستان افزایش یافته. پیش از آغاز دوره جدید اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌ها حاکی از نارضایتی عمومی مردم استان سیستان و بلوچستان از عملکرد مسئولین محلی در رسیدگی به پرونده تجاوز به یک دختر 15 ساله در شهر چابهار بود. در همین زمینه کمپین فعالین بلوچ گزارش داده بود که ابراهیم کوچکزایی فرمانده انتظامی چابهار در جریان بازجویی از دختر 15 ساله به او تجاوز کرده. به نقل از منابع مطلع گزارش داد که در جریان رسیدگی به یک پرونده قتل و بازجویی از همسایه مقتول که توسط پلیس از او به عنوان مظنون یاد شده است، ابراهیم کوچکزایی پنجشنبه 10 شهریور او را به دفتر خود برده و به او تجاوز کرده است. این کودک 15 ساله پس از بازگشت به خانه جزئیات واقعه را در اختیار خانواده خود قرار داده. اما به گفته خانواده قربانی در واکنش به انتشار این خبر، پلیس آنها را به پرونده سازی برای ارتکاب قتل تهدید کرد. در آخرین اقدامات نیروی انتظامی و امنیتی و عوامل محلی وابسته به این ارگان ها، 3 تن از بستگان دختر چابهاری قربانی تجاوز را به گروگان گرفتن تا بتونن از این طریق خانواده قربانی را مجبور به تکذیب موضوع تجاوز در محافل عمومی و دادن رضایت برای سرهنگ ابراهیم کوچکزایی فرمانده انتظامی چابهار نمایند. این حادثه حتی پیش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران موجی از نارضایتی را برانگیخت و با توجه به تکذیب این پیش آمد توسط رسانه‌های محلی وابسته به دولت باعث واکنش امامان نماز جمعه اهل سنت در این استان شد. عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهر راسک بعدها با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام موضوع تجاوز به این دختر 15 ساله را تایید کرد و اطلاع داد که قربانی به صورت شخصی گفتگو کرده. با آغاز خیزش سراسری در ایران، معترضین در شهر چابهار با حضور در خیابان‌ها علاوه بر ابراز همبستگی در حادثه قتل مهسا امینی با دیگر مردم ایران، خواستار رسیدگی به پرونده تجاوز به این دختر 15 ساله شدند.
این اعتراضات پراکنده تا جمعه 8 مهر و برگزاری نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان که از آن به عنوان بزرگترین مسجد اهل سنت استان سیستان و بلوچستان یاد می شود ادامه داشت، اما به آنجا ختم نشد. بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به نمازگزارانی که به گفته عبدالحمید اسماعیل زئی جزو معترضان نبود و در حال بازگشت به خانه خود بودند، دست کم 56 نفر کشته شدند. به گفته فعالین بلوچ، با توجه به تعداد بالای مجروحین این حادثه، احتمالاً شمار کسانی که جان خود را از دست می‌دهند افزایش پیدا می‌کند. امام جمعه مسجد مکی زاهدان در ویدیویی که شنبه 9 مهر ثبت شده، این حادثه را فاجعه خواند و نیروی انتظامی و لباس شخصی را مسئول آن دانست. به گفته او، پس از برگزاری نماز، معترضین به سوی نزدیکترین کلانتری به مسجد مکی زاهدان رفته و با سر دادن شعار و پرتاب سنگ به سوی آن اعتراض خود را به سیاست‌های جمهوری اسلامی نشان دادند. برخلاف روایت رسانه‌های دولتی ایران که مدعی وجود گروه‌های مسلح سازمان یافته بین معترضین بودند، عبدالحمید اسماعیل زئی تصریح کرد که معترضین تنها جوان‌های معترض بودند که ابراز احساسات کردند. و در ادامه با اشاره به حضور پیشین نیروهای یگانه ویژه در محل حادثه گفت پاسخ نیروهای انتظامی شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضین بوده. فعالین بلوچ پیشتر گزارش داده بودند که پس از آغاز تیراندازی مستقیم به معترضین، تک تیراندازهایی که لباس محلی مردم بلوچ را بر تن داشتند بر بالای ساختمان‌های اطراف مصلی مسجد زاهدان مستقر شد و به سوی افرادی که هنوز در مسجد بودند شلیک کردند. عبدالحمید اسماعیل زهی در اظهارات خود وجود تکدیراندازها در ساختمان‌های اطراف مصلی مسجد مکی زاهدان و شلیک به سوی نمازگزاران را تایید کرده. او همچنین خاطرنشان کرد افرادی که در صحن مسجد و یا در خیابانی که مسجد در آن واقع است مورد هدف قرار گرفتند، جز معترضین نبودند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در این زمینه افسود پس از آغاز تیراندازی ماموران نیروهای انتظامی به معترضین در برابر ساختمان کلانتری، عده‌ای از نیروهای لباس شخصی به محل مسجد مکی زاهدان رفت و به سوی نمازگزارانی که در حال بازگشت به خانه خود بودند شلیک کردند. او ضمن اشاره به پرتاب گاز اشکاور به سوی نمازگزاران تاکید کرده این افراد جز معترضین نبوده و شعاری سر نمی دادن. اکثر کشته شدگان از ناحیه سر و قلب مورد هدف قرار گرفتند. امری که به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان ناشی از حمله تکتیراندازها به مردمی بود که سلاح نداشتند و برای نماز آماده بودند. تیراندازی و پرتاب گاز اشکاور به بخش زنان مسجد مکی زاهدان نیز گزارش شده. مرگ دست کم یک زن را در این زمینه تایید کرده و به گفته کنشگران بلوچ آمار کشته شدگان با توجه به انتقال فوری اجساد قربانیان به روستاها و دفع سریع توسط مردم، امکان شمارش دقیق تعداد قربانیان این حادثه تا کنون وجود نداشته. اما این کنشگران تاکید کردند شمار جانباختگان بیش از 56 نفر است. کمپین فعالین بلوچ با انتشار گزارشی هویت این 56 نفر را منتشر کرده و تصریح کرده است آمار واقعی به مراتب بیشتر از این تعداد است. در حالی که رسانه‌های دولتی ایران تلاش می‌کنند تا شمار کشته شدگان تیراندازی مستقیم به سوی مردم را به 19 نفر تقلیل دهند، عبدالحمید اسماعیل زهی با استناد به گزارش‌های دقیق هر گونه آمار رسمی زیر 40 نفر برای جانباختگان این حادثه را تکذیب کرده. با وجود اینکه پس از این حادثه امام جمعه اهل سنت زاهدان مردم رو با آرامش دعوت کرد، گزارش ها از ادامه اعتراض در زاهدان و حمله به کلانتری 12 و کلانتری شیرآباد در این شهر خبر می دهند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده بخش زیادی از کلانتری شیرآباد در آتش سوخته و به گفته فعالین بلوچ به تسخیر معترضان در آمده. در همین زمینه امام جمعه اهل سنت زاهدان درگیری ها در نقاط مختلف شهر زاهدان را واکنشی به تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به نمازگزاران دانست و کشته شدن برخی از معترضین و نیروهای امنیتی در جریان این درگیری‌ها را تایید کرد. رسانه‌های ایران نیز خبر دادند در جریان درگیری‌های روز جمعه علی موسوی فرمانده اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان نیز کشته شده.
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز تاکنون از مرگ 5 عضو بسیج و سپاه پاسداران خبر دادند. عبدالحمید اسماعیل‌زئی در همین زمینه با محوری دانستن نقش استان سیستان و بلوچستان در تأمین امنیت منطقه به صورت ضمنی گفت رفتار کنونی جمهوری اسلامی با شهروندان بلوچ میتواند امنیت حاکمیت در این استان را تهدید کند. خیزش مردم ایران در سراسر این کشور ادامه دارد و برخی از ناظران با استناد به گزارش‌هایی که حضور نیروهای امنیتی با لباس بلوچی و لباس سازمان پیشمرگه‌های احزاب کردستانی در سطح شهرهای این کشور را تایید می‌کند، بر این باور هستند که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد حاشیه برای اعتراضات سراسری مردم ایران هستند. در همین زمینه امام جمعه اهل سنت زاهدان درگیری‌ها در نقاط مختلف شهر زاهدان را واکنشی به تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به نمازگزاران دانست و کشته شدن برخی از معترضین و نیروهای امنیتی در جریان این درگیری‌ها را تایید کرد. استاندار سیستان و بلوچستان شمار جانباختگان تیراندازی در روز جمعه در زاهدان را 19 نفر اعلام کرد. این در حالی است که منابع محلی می‌گویند بین 36 تا نزدیک به 80 نفر در اعتراضات در این روز کشته شدند. در همین حال سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان در بیانیه از کشته شدن معاون اطلاعات سپاه این استان خبر داد. در این بیانیه تصریح شده است که حمیدرضا هاشمی معاون اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در درگیری در این روز کشته شده است. استاندار سیستان و بلوچستان میگوید عده‌ای به قصد تصرف یک پاسگاه نیروی انتظامی در پوشش نماز جمعه با سنگ پراکنی پرتاب مواد آتش‌سوز و تیراندازی حمله کردند. خبرگزاری حالواش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند نیز میگوید در تیراندازی‌های نیروهای امنیتی به سوی معترضان در روز جمعه بیش از 36 تن کشته و 50 نفر زخمی شدند. با این حال قادر به تایید و راستی آزمایی آمار کشته ها و زخمی های اعتراضات در زاهدان نیستیم. تلویزیون جمهوری اسلامی هم شامگاه جمعه تصاویری از اعترافات یکی از معترضان بازداشتی را پخش کرد. این فرد گفت که برای اعتراض مسئله تجاوز به دختر نوجوان در چابهار به معترضان پیوسته بود. جمهوری اسلامی همواره از نمایش اعترافات در تلویزیون حکومتی برای ارعاب مخالفان استفاده کرده است. در همین حال روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در بیانیه ای اعلام کرد شنبه تمامی مدارس در تمامی مقاطع در نوبت صبح و عصر در زاهدان، نصرت آباد و کورین تعطیل خواهد بود. سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در بیانیه ای اعلام کرده است که زاهدان شاهد حمله اشرار و تروریست‌های مسلح به چندین مقر انتظامی و نظامی و درگیری و تیراندازی بوده. در این بیانیه اعلام شده که حمیدرضا هاشمی معاون اطلاعات سپاه استان در درگیری‌ها در این روز کشته شده است. در بیانیه سپاه سلمان اشاره‌ای به کشته شدن سرهنگ سید علی موسوی مسئول اطلاعات سپاه این استان نشده است. در همین زمینه پیشتر یک منبع آگاه به اینا گفته بود که سرهنگ سید علی موسوی در درگیری در زاهدان کشته شده است و 3 نفر دیگر از نیروهای قرارگاه سپاه قدس جنوب شرقی نیز در این درگیری زخمی شدند. تسنیم نیز میگوید اشرار مسلح از ظهر امروز در زاهدان با حمله به 3 کلانتری و ایجاد رعب و وحشت برای مردم اقدام به تیراندازی به سمت کلانتری 16 زاهدان کردند. این در حالی است که گزارش‌های تصویری منتشر شده از اعتراضات روز جمعه زاهدان نشان از سنگ اندازی معترضان و تیراندازی و کشتار گسترده معترضان توسط نیروهای امنیتی داد. کمپین فعالان بلوچ نیز تعداد جانباختگان روز جمعه در زاهدان را 58 نفر گزارش کرده است. در 17 روز قیام سراسری مردم ایران دلیران بلوچ همچنان در مقابل پاسداران تا دندان مسلح خامنه‌ای مقاومت می‌کنند و آنان را تارومار می‌کنند. درگیری‌های شدیدی بین مردم و نیروهای سرکوبگر در بخش شیرآباد زاهدان ادامه دارد و مردم تمام این منطقه را در اختیار خود گرفتند. همزمان با مقاومت مردم در زاهدان، در ایران شهر نیز مردم به حمایت از زاهدان به پا خواستند و در خیابان‌ها با نیروهای اهریمنی خامنه‌ای درگیر شدند. یک شنبه 10 مهر ماه
صدای تیراندازی از ایران شهر به گوش می رسد. این شهر در اعتصاب کامل است. از سوی دیگر منابع بلوچی اعلام کردند که آمار شهدای تیراندازی در جمعه خونین زاهدان به 620 کشته و 300 مجروح رسیده است. امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید که در حقیقت نماینده خامنه‌ای در زاهدان است، اعتراف کرده که نیروهای نظامی حکومت به سمت مردم نمازگزار تیراندازی کردند و ده‌ها نفر را به قتل رساندند. منابع بلوچ اعلام کردند پاسدار سرکوبگر علی بیگ توسط جوانان انقلابی بلوچ در خیابان جام جم دزاب کشته شد. بسیاری از مناطق شهر زاهدان و بخشای این شهرستان در اختیار انقلابیون بلوچ است. انقلابیون بلوچ اتوبوس نظامی نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای را که در حال انتقال نیروها به مناطق دیگر شهر بود به آتش کشیدند. خبر دیگر به نقل از منابع بلوچی حاکی است که انقلابیون بلوچ محمد شاهوزهی فرمانده بومی پایگاه سپاه کریم‌آباد زاهدان را مورد هدف قرار دادند. گفته می شود وی از ناحیه شکم مورد هدف معترضان قرار گرفته و در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. ده مهر همچنین خبر رسید که نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای در حال تیراندازی به سمت معترضان در کریم‌آباد و جام جم دزاب بوده. نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای با عدم توان در مقابله با انقلابیون بلوچ به سمت کودکان و منازل مسکونی تیراندازی کردند. بر اساس این گزارش‌ها فرماندهان سپاه در زاهدان به نیروهای بومی خود دستور دادند که جوانان بلوچ را با حقوقی شبی 1,500,000 تومان به عنوان سیاهی لشکر جذب کنند. فرماندهان سپاه از نیروهای بسیجی خود خواستند تا با جذب نیروها به آنها اعلام کنند علاوه بر حقوق مذکور از آنها به عنوان سیاهی لشکر برای نشان دادن تعداد نفرات بیشتر و ایجاد وحشت استفاده می شود. قتل عام صدها نمازگزار و معترض بلوچ در زاهدان باعث خشم مردم بلوچ شد. اکنون این خشم با انتشار فیلم هایی که از کشتار کودکان بلوچ حکایت میکرد به همه ایران گسترش یافته است و در آتش قیام بنیانکن مردم ایران خواهد دمید. طوری که امروز دانشجویان در مشهد فریاد میزدند از مشهد تا زاهدان جانم فدای ایران. از ایران شهر نیز خبر میرسد که مردم در حال تجمع و تسخیر شهر هستند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 14 مهر با انتشار گزارشی از کشته شدن حداقل 82 معترض بلوچ و افراد عادی در اعتراضات خیابانی زاهدان خبر داد. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل میگوید مقامات ایران بارها و بارها بی‌اعتنایی کامل به قداست زندگی انسان‌ها را نشان داد و برای حفظ قدرت از هیچ اقدامی کوتاه نمی آید. خشونت بی‌رحمانه‌ای که نیروهای امنیتی ایران به راه انداختند در خلأ رخ نمی دهد. این نتیجه واکنش ضعیف جامعه بین‌المللی است. او تصریح کرد منزجر کننده است که 3 سال بعد از کشتار صدها نفر در اعتراضات آبان 98 مقامات ایران با بی‌رحمی به تهاجم به جان انسانها ادامه می دهند. و برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات اعضای سازمان ملل باید یک مکانیسم مستقل تحقیق و پاسخگویی برای جدیدترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی برای ایران ایجاد کنند. سالها در گوش ما زمزمه کردند دشمنتان آمریکاست، غافل از اینکه دشمن اصلی ما خود این استعمارگران بودند و ما نمی‌دانستیم تحت سلطه و استعمار اینان بودیم، بلکه فریب خورده بودیم و از آنها را از خود می‌دانستیم. سکوت بار ظلمت و ذلت را افزون می کند و چه بسا انسان‌های آگاه و بیداری که تن به خواسته حاکمان ظالم ندادند و حامی ملت دردمند شدند، جان خیش را دست دادند. ما برای نجات راهی جز شکست استعمار نداریم و برای این باید حاضر به هر گونه فداکاری باشیم. ملت‌هایی که در 100 سال اخیر توانستند از استعمار نجات پیدا کنند، هزاران جانفشانی کرده و خون‌های پاک دادند. و در چنین حالتی که ظالمان بر ما مسلط شدند، ما نیز بدون فداکاری آزاد نخواهیم شد. ما یک راه داریم، برای آزادی بجنگیم. که خوشبختانه مردان و زنان بلوچستان و به نوعی مردان و زنان ایران به درستی راه را انتخاب کرد و برای رسیدن به هدفشان که آزادی باشد از هیچ جانفشانی دریغ نمی کنند. به امید پیروزی، به امید آزادی ایران زمین. ممنون از همه دوستان که وقت گذاشتین و به سخنرانی من گوش دادین. من مایک رو رها می‌کنم. مرسی.
ممنون آقای عربی عزیز از موضوع بسیار خوب و داغی که انتخاب کردیم. توی این روزها همونطور که شما گفتیم در بلوچستان فاجعه انسانی داره رخ میده. حالا شما اشاره کردی که جمهوری اسلامی اعلام کرد 19 نفر، حالا منابع رسمی اعلام کردن 56، منابع غیر رسمی 138، من حتی میگم یک نفر. حتی اگر یک نفر کشته شده باشه باید سوال جواب پس بده جمهوری اسلامی که چرا به معترض شلیک میکنه، اونم با گلوله جنگی. حالا اون یک نفر، حالا ایشون میگه 19 نفر. توی این 19 نفر ما دیدیم کودک 7 ساله و 2 ساله، حتی 2 ساله متاسفانه کودک 2 ساله هم به هدف گلوله قرار دادن و این واقعا فاجعه انسانی است و نمیدونم آدم چی باید بگه. دوستان عزیز اگر نقطه نظری یا سوال پیشنهادی دارن بفرمایید، اگر نه که بریم بخش بعد. خب گویا دوستان نظری ندارم. بخش بعدی که در واقع بخش آخر جلسه امروز هست، بحث آزاد هست با موضوع فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی. بخش دوم که قوم ترک هست، من یک مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنم و از دوستان میخوام که در این بحث شرکت کنن. آذربایجان در گویش فارسی میانه به آتروپاتاگان یا آذربادگان یا آذربایگان تلفظ میشه که ناحیه توی قسمت شمال غربی ایران که همه هم میشناسید و به اسم و به سر ایران معروف است. در فارسی شکل قدیم که همطور که عرض کردم آذربایجان به صورت آتروپاتاگان تلفظ می شده که در فارسی جدید، در فارسی نو به شکل آذربایجان امروزی تلفظ می شه. حالا آذر تغییر یافته، اتر که به معنی آتش و پاتکان به معنی جایگاه نگهبان، در واقع نگهبان آتش بوده، چون در اون زمان، در زمانهای گذشته در منطقه گنجک یا گنجک فکر میکنم، حالا اگر اشتباه گفته باشم گنجک باید درست باشه، تخت سلیمان کنونی که در اونجا آتش برپا بوده و این قوم اونجا نگهبانی این آتش رو میدادن. در واقع از نظر قدمت طبق سنگ نوشته هایی که پیدا کردن باستان شناسان، یک سند ازدواج، سند ثبت ازدواج البته پیدا کردن برای 1350 پیش از میلاد، یعنی در واقع 3370 سال قبل سند ازدواج در موقع پیدا کردن که ثبت شده. یعنی شما حساب کنید ثبت یک ازدواج نشان از تمدن بوده دیگه، یعنی همه چیز در اون موقع ثبت می شده و این خیلی جالب بود برای خود من وقتی داشتم می گشتم دنبال مطالبی در مورد آذربایجان. زبان آذری هم خیلی برام جالب بود که زبان آذری از ریشه زبانهای پهلوی است و اصلا به شکل امروزی که ما به زبان آذربایجانی یا ترکی می شناسیم نیست، کلا به شکل زبان پهلوی بوده در گذشته. اما با حمله سلجوقیان و تسلط سلجوقیان فکر کنم 700 سال پیش بوده به ایران، زبان ترکی قوزی در واقع یا اسم دیگرشو فراموش کردم که زبان ترکی در واقع شکل میگیره که به شکل زبان ترکی امروزی در میاد. خدمت شما عرض کنم که در منطقه آذربایجان پس از حمله اعراب خیلی، همونطور که میگم هممون هم میدونیم، خیلی درگیری هایی بوده و مردم اون منطقه زیر بار اسلام نمیرفتن که معروف ترینشون بابک خرمدین بوده که چندین سال با خلفای عباسی به درگیری پرداخت و سرانجام حالا
کشته شد متاسفانه، ولی خب تا چندین سال منطقه آذربایجان و قفقاز تحت سلطه اسلام نبودش. مورد بعدی، اکثر مردم آذربایجان امروزی رو آذری ها تشکیل میدن، کردهای آذربایجان نیست به لحاظ جمعیتی در جایگاه دوم هستن. این چیزی است که من از یک وبسایتی بوده کردم، حالا درست یا غلط. همچنین گروهی از ارامنه، آشوریان و یهودیان نیز در این منطقه سکونت دارن. بسیاری از مورخان زبان مردم آرمنی گفتم، زبان مردم آذربایجان رو فارسی پهلوی و آذری رو به عنوان یکی از زبانهای ایرانی ذکر کرد، اما زبان ترکی که از دوره حکمرانی سلجوقیان رواجیا از زبانهای ترک غز در ایران رواج یافته و بنابراین نمیتوان زبان ترکی را زبان اصلی مردم آذربایجان دانست، زیرا طبق نقشه نوشته مورخان زبان آذری از ریشه زبانهای پهلوی است. موسیقی و رقص آذربایجان هم که با معرفه حضور همه هست و بسیاری موارد دیگه. حالا من سخن رو کوتاه میکنم، دوست دارم که دوستان عزیز در این بحث شرکت کنم. بعد آقای حمزه زاده بفرمایید. روز مجدد خدمت دوستان. در مورد آذربایجان که صحبت کردید، البته خیلی نظرهای متفاوتی هست، اینکه زبانش چیه یا اصلا گذشتش چی بوده، تاریخش چی بوده. هر کسی توی کتاب یه چیزی نوشته و کسی نمیتونه 100% بگه که این درسته یا اون غلطه. و به نظر من این برای گذشته های خیلی دوره و الان زیاد به کار ما نمیاد که حتما بدونیم که ریشش چی بوده یا چی نبوده. چیزی که الان به نظر من ما بیشتر باید در موردش اطلاع داشته باشیم، فرهنگی که توی آذربایجان هست. وقتی بحث از فرهنگ میشه، بحث از معماری، بعد شعر، بعد دانشمندا یا کسایی که اونجا بودن میشه، که خودتون ببینید الان آذربایجان، من خودم توی فکر کنم دوره کاردانیم بود یه دونه تحقیق داشتم در مورد شاعرها. اون زمان من یه کتاب خوندم که تو اونجا نوشته 186 تا شاعر، البته نه شاعرایی که تو فرم معاصر باشن، شاعرایی مثل نظامی گنجوی و بعد شاهد و خود شاه اسماعیل، 186 تا شاعر داشته و داره. و اینکه این خودش نشونده از فرهنگ خیلی قویه. و اینکه چرا فرهنگ اونجا انقدر قوی شده، چون قدیم آذربایجان یه جوری دروازه اروپا به سمت ایران بود، یعنی سمت غربش عثمانی‌ها و اروپا بود، سمت وسط هم که ایرانی‌ها بودن. و مردم آذربایجان یه جوری از فرهنگ هم غرب هم شرق دوتاشون رو برداشتن و خوباشو جدا کردن و الان اون چیزی که ما می‌بینیم، الان شما تو اصفهانی که نگاه می‌کنین، تمام آثار باستانی که تو اصفهان ما داریم می‌بینیم همش مربوط به دوران صفویه. و از همونجایی هم که بعد از ساسانیان تقریبا اگر بخواید حساب بکنید تا زمان قاجار، حکومت ایران دست ترکا یا حالا صفوی، حالا با سلجوقیان که کاری ندارم چون عثمانی بودن، ولی خب صفویا و حتی بعدشون که نادرشاه و حتی قاجار، یعنی همه اینا یه جوری ریشهشون به صفوی برمیگرده. که صفوی هم که خودتون میدونید خانقاه شیخ صفی اردبیلی توی خود اردبیل و تمام شجرنامه‌اش اونجا هست و کلا اونجا توضیح داده شده. در کل زیاد خوب نیست، درست نیست کسی که خودش ترکه در مورد آذربایجان و اینا صحبت کنه، چون زیاد به قول معروف زیاد قشنگ نیست و یه جورایی حمله بر خود ستایی میشه و من اصلا همچین قصد ندارم و دوست ندارم اینجوری فکر کنید. فقط اون چیزایی که تجربه کردم و میدونم اطلاعات دارم و دارم خدمتتون میگم. بله، بعد همین دیگه. حالا باز من فعلا حضورزه نرم، ولی خب اگه بحثی پیش بده ادامهشو میدم. ممنون آقای حمزه‌زاده. ولی این فکر می‌کنم طرز فکری درست نیست، چون شما اصالت ترک داریم نباید اتفاقا باید شما صحبت کنین تا دیگر دوستانی که اطلاع ندارن یا آشنایی ندارن بدونن. آقای ناصری عزیز شما را بشنوید، بفرمایید. درود بر شما آقای شایگان، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بقیه دوستان و من هم همین نظر دارم آقای حمزه‌زاده. من خودم به شخصه خیلی دوست داشتم صحبت کنم در رابطه با فرهنگ و تمدن عوام ترک، ولی اطلاعاتم واقعا صفره، یعنی هیچ اطلاعاتی واقعا ندارم. و آقای شایگان و شما که داشتین آقای حمزه‌زاده صحبت میکردید در این رابطه، من خیلی خوشحال بودم، داشتم لذت میبردم، چون واقعا داشتم یاد میگرفتم، چون شناختم عرض میکنم صفره واقعا در این رابطه.
و خیلی دوست دارم، این هم کاملا حرف آقای شایگان درسته، اصلا طرز فکرتون رو به نظر من تغییر بدید توی زمینه. خیلی خوب آدم بیاد صحبت کنه در مورد تاریخ و تمدنی که داره، چیزی که خودش بهش تعلق داره و شناختش خیلی خوبه در اون مورد، و میتونه این اطلاعات رو در اختیار بقیه بذاره که بقیه هم بتونن استفاده بکنن. این مورد میخواستم بگم. و یه چیز دیگه هم، خب میدونستم من شما ترک هستید و یه سوال داشتم در واقع. ما همیشه مردم تبریز و آذربایجان و حالا اون بخش از کشورها همیشه به عنوان مردمی مبارز، حق طلب، معترض، همیشه ما میدیدیم توی خیابونا هستن مردم تو. یعنی همیشه این اتفاق بود، یعنی همون موقعی که توی بقیه استانها هیچ خبری نبود، هیچ اعتراضی نبود، مردم آذربایجان همیشه معترض بودن و همیشه دنبال حقشون بودن. الان برای من خیلی جالبه که چرا توی این چند سال اخیر که این همه داره اعتراض اتفاق میفته، این همه داره تظاهرات اتفاق میفته، اصفهان، خوزستان، چهارمحال، تهران که دیگه هر روز، و الان توی این وضعیت الان هم که الان هستیم، خب تقریبا همه شهرها درش دخیلن، درگیرن در واقع، ولی ما میبینیم چند سال اخیر مردم آذربایجان خیلی کمتر اومدن توی خیابونا، خیلی کمتر اعتراض کردن، دیگه مثل سابق نیستن انگار. انگار مثلا همه چی توی اون خطه از ایران درسته، هیچ نقضی اتفاق نمیفته، همه چی سر جای خودشه، بقیه کشور مشکل داره، یه جورایی جدا شده این. اینو من خیلی نمیفهمم. خیلی ممنون میشم حالا شما بقیه دوستان اگه بتونم در این رابطه منو یه ذره روشن بکنم، خوشحال میشم. از مرسی از شما. من مایک رو آقا میکنم. مرسی از شما آقای ناصری. البته من فکر کنم تو این قیام اخیر مردم آذربایجان به خوبی توطئه ها رو خونسا کردن و به درستی به حمایت از کردستان و سایر حال نقاط پرداختن و خیلی برای خود من جای امیدواری بود. ولی بله، اینکه چرا پیش از این زیاد انجام نمی شده، حالا بحثی است که باید دوستان. آقای حمزه‌زاده بفرمایید. دو مجدد، اتفاقا یه موضوعی که خودم خیلی دوست داشتم در موردش بدونم و خیلی با بچه‌ها صحبت کردم و تحقیق کردم. همونطور که شما گفتین، اکثر انقلابایی که تو ایران رخ داد از مشروطه گرفته یا همین انقلاب 57 اگر بخواید حسابش کنید، هستش و مرکزش از تبریز شروع شده و اونجا این اتفاق افتاده و مردمی که تو تبریز زندگی میکنن، چون میگم چون قبلا دروازه اروپا حساب میشد و شما حساب کنید اولین چاپخونه، اولین خیابان، اولین جزء که شهری که اولین اتفاق همیشه اونجا افتاده و سواد مردم به نسبت یه خورده بیشتره. ولی خب دولت ایران، همین رژیم جمهوری اسلامی، موضوع رو کامل میدونه. من چون خودم 2 سالم توی ارومیه دانشجو بودم، خیلی کاملا لمس کردم خودم، اینو میدونه. و اینکه میدونه اگر قرار اتفاقی بیفته، تبریز شهری که اگر قرار باشه انقلابی بشه اینا بخوان تکون بخورن، دیگه هیچ کی جلودارش نیست. برای همین اون جوی که تو تبریز داره، نمیدونم حالا شما اونجا زندگی کردین یا نه، اون جوی که تو تبریز هست انقدر بسته است، یعنی راحت بهتون بگم 10 برابر شهرهای دیگه ایرانه، انقدر بسته است، انقدر اونجا قویه، نیروی انتظامی، لباس شخصی اونجا با جای دیگه خیلی فرق می‌کنه. این یه مورد. حالا مورد دومش هم میگم، چون من خودم اونجا بودم، ما یه بار پلاک ماشین من 68 بود، مأمور منو گرفت، مثلا خیلی جرم معمولی، مثلا با یه دختر همراه اون بود، به بدترین صورت با ما برخورد کرد و در آخر هم گفت فکر نکن از کرج اومدی اینجا میتونی هر کاری بکنی، ما اینجا اینجوری، ما اینجا فلان کارو میکنیم. این یه مورده. و مورد بعدیش که من صحبت کردم با بچهای تبریز، وقتی میرم تو عمق فکرشون، چون خودم ترکم راحت درکشون میکنم، میبینی که اینا همشون میگن نه به ما ربطی نداره، البته اکثریت نه، بعضیشون ما فارسا فلانه و خودشون هی جدا میدونن از فارسا. این خیلی بده و این همون دقیقا کاریه که من توی قسمت سخنرانی گفتم. ببینید وقتی که توی بچه از بچگی روش تبعیض بشه، تبعیض نژادی یا تبعیض زبانی، این آینده تو آینده تاثیرش شما میبینید که همین امروز میباشه. وقتی شما یه بچه مثلا بیا یه کاری میکنید که توی مدرسه خودشو جدا از بقیه میدونه و خودشو هی تحقیر میکنن، مسخرش میکنن، میخندن به لهجهش، این همه رو تو دلش نگر میداره و خودشو جدا میدونه. ریشه این موضوع به نظر من 100% یکی از ریشه‌هاش همینه، یعنی همونجوری که این جمهوری اسلامی خودش خواسته که این کار بکنه، اینجوری کرده و الان ما داریم نتیجهشو میبینیم. ولی خب به قول آقای شایگان، این روزا خیلی بهتر شده، نسل 80 دیگه به قول معروف
این داستانا رو نمیشناسه، فلانی کرده یا ترکه یا اصلا این چیزا براش مهم نیست. تو نسل 50 و 60 بله بود، ولی خدا رو شکر تو نسل دهه 80 ها خیلی کمتر این موضوع و این جای امید داره. و به نظر من فضای مجازی خیلی تاثیر داشته روی آگاهی مردم و جوونا و فکر میکنم با هر چی که جلوتر بریم بهتر میشه. ولی خب یه خبر خوشی هم که دارم آقای ناصری، مطمئن باشید اگه تبریز بخواد اتفاقی بیفته واقعا یعنی هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. مطمئنا اگر قرار باشه انقلابی چیزی بشه اون یکی از پایه‌های اصلیه، یعنی تبریز یکی از شهرهایی است که واقعا خیلی مهمه. بازم سوالی باشه من در خدمتتون. خانم حمزه‌زاده، البته آقای ناصری من چند سال پیش که تهران بودم با یک عزیزی صحبت میکردم از هموطنان دریانیمون بودن ایشون، بعد یکی از عضو یکی از این هیئت امنای صنف سوپرمارکت و این ماجراها بودن و حالا کاری نداریم باشون صحبت میکردم، بعد گفته ایشون گفت، حالا میگم راست دروش با ایشون، گفتش ببینید 23,000 سوپرمارکت توی تهران وجود داره، 23,000 سوپرمارکت که 21,000ش برای دریانی هست. یعنی اگر یک روز اعتصاب کنن، اون روز این موقع میگفت یک روز اعتصاب کنن تهران فلج میشه. بنابراین من حرف آقای حمزه‌زاده رو تصدیق میکنم، اگر آذربایجانی های عزیزمون قیام رو خیلی جدیتر بگیرن فکر کنم که به این نتایج خوب برسید. آقای کرمی شما رو هم بشنوید. با درود مجدد، می‌خواستم در مورد حرف آقای حمزه‌زاده بگم که واقعا تبریز یکی از شهرهای پرجمعیت ایرانه، یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایرانه. اگه تا الان از ما اولین اعتراضاتمون نیست که تو امسال رخ داده باشه، ما خیلی اعتراضات داشتیم. واقعا اگر تبریز پشت مردم تمام ایران تمام قد بلند میشد، شاید الان شاهد این مشکلات نبودیم، واقعا شاید الان شاهد این مشکلات اینجوری نبودیم و شاید تا الان سیاستای غلطی که ما بازی داده، تبریز رو جدا کرد، کردستان رو جدا کردن، جمهوری اسلامی اون رو جدا کرد، این رو جدا کرد، یعنی هر کی حرف خودش رو میزنه. من طبق چیزی که خودم شاهدش بودم تا چند سال قبل واقعا اصلا هیچ حرفی تو تبریز از اسم کردی میومد یا تو منطقه ترکنشین میومد خیلی بعدم برخورد میکرد، ولی تو اعتراضات شاهد چیزی بودم که مردم تبریز، مردم ترک زبان کامل به وضوح دیدم، فیلمایی هم هستش که شما همتون دیدین، پشت کردستان بلند شدن، کامل بلند شدن، یعنی خیلی جای امیدواری داره. من چند وقت پیش زیاد چیز نمیرفتم طرفای آذربایجان، اونجا نزدیکای 10-15 روز تو اطلاعات بودم تو بازداشتگاه، یه چیزی دیدم، یه خاطره خیلی کوتاهی بخوام بگم. مامورای اطلاعاتی در حال شکنجه زدن بودن، واقعا دارن میزدن، چون فقط بدون که بپرسم، من به زبان ترکی مسلطم، ترکی استانبولی کامل فول دارم، حرف میزنم، حتی خوندن نوشتنشم هیچ مشکلی ندارم و خیلی بیشتر از چیزایی که در مورد آذربایجان ایران بودن، در مورد ترکا من از لحاظ سیاسیشون گوش کردم و توش بودم. الان شرایطی که خیلی فرق میکنه با شاید چند سال پیش، دید مردم آذربایجان، دید مردم ترک زبان، دید مردم کرد زبان، حتی بختی، همه الان عوض شده. ما الان، من به عنوان یک کرد دارم میگم، در حال حاضر خودم من میگم ترکم، لورم، کردم، بختیاریم، این چیزا رو دیگه نداریم. الان همه موقعشه که همه پشت هم وایسیم. درسته بس اقوام ترک هستن، اینا ما با هم برادریم. اگه اینو ما همه بفهمیم واقعا دیگه جای سوالی نمیمونه. وقتی که ترک آذربایجان چند وقت پیش، نمیدونم زیاد طولانی نیست، تو چند روز گذشته قشنگ 3-4 بار بلند شدم پشت مردم. اگه فردا، پس فردا مردم آذربایجان، مردم ترک زبان تو ایران، حقیقت این یه چیز حقیقت مزه، جمهوری اسلامی الان دست ترک، اکثر رد بالاهامون دست ترک، چون میدونن تبریزی که بزرگترین پرجمعیت ترین شهرهای استان ایرانه، اگه از دست جمهوری اسلامی کامل خارج بشه بعد جور دارن کنترل میکنن، اگه دست جمهوری اسلامی خارج بشه هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگه تبریز به موقع خودش پشت تهران، پشت اصفهان، اصفهان پشت تهران بلند میشد، ما شاهد همچین مشکل و قتل عامی ما امروز نبود. ما نمیتونیم از 4 تا شهرستان کوچیک
با جمعیت 20,000 نفر، با جمعیت 100,000 نفر بخوایم این چیزها رو شروع کنیم. ولی مشکل اصلی ما همیشه از شهرستانهای کوچیک شروع میشه. اعتراضات ما از شهرستانهای کوچیک بلند میشه. ولی پشت هم الان روزشه، باید پشت هم بایست. و اینو میخوام بگم همینجا، من در حال حاضر به عنوان یک کرد ترکم، لورم، بختیاریم، هر اقوامی که تو ایران باشه هیچی برای من فرقی نداره، همه هم وطنیم، همه هم زبونیم، در کل همه از یه ریشه ایم. امیدوارم این چیزا نمونه که من ترکم، اون کرده، اون لوره، این عربه، همه با هم همبستگی و اتحاد خودمون رو حفظ کنیم و به امید آزادی برای همه ایران و ایران. ممنونم از مایکرو هم کن. شما ممنونم آقای کرمی. منم امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته. البته دقیقی شما درست گفتیم، هفت قوم بزرگ هستن که ایران شکل دادن. همه ما سوار یک کشتی هستیم، هیچ فرق نمی کنه. اگر امروز در کردستان یا در بلوچستان چنین جنایاتی اتفاق میفته، فردا نوبت تبریزه یا نوبت اهوازه یا نوبت لرستانه یا هر جای دیگه یا حتی یزد. ما تو این دوره دیدیم که یزد که تو فکر میکنم تو هیچ دوره، حتی تو انقلاب 57 هم یزدی ها نبودن تو سر، ولی تو این سری بودن. این خیلی جای امیدواریه، خیلی نشون دهنده این است که همه مردم به سطوح آمدن و حق خواهی میکنن، حق طلبی میکنن. اما در مورد قوم ترک یا قوم آذربایجانی، یک موضوعی را من در مورد فرهنگ غذاییشون بگم. یکی از غذاهای نوستالژیکی که فکر کنم همه ما ایرانی ها عاشقانه دوستش داریم، قورمه سبزی، که این ریشه ترکی داره. اصلا قورمه به ترکی یعنی سرخ شده، هر چیزی که سرخ میکنن میگن قورمه. و این غذای نوستالژیک که فکر کنم میگم همه ایرانی ها عاشقانه دوستش دارن، ریشه ترکی داره. در این مورد هم خواستم اینو بهتون بگم. حالا اگر مورد بعدی هست که دوستان مشارکت بکنن ممنون میشم، اگر نه که یک سوال طرح کنم. خب آقای مثل این که آیش بایگان کسی نیست اینو صحبت بکنه، مجبورم من، چون من خیلی در مورد این چیزا تحقیق کردم، برای همین دوست دارم که به اشتراک بذارم. میخواستم در مورد کوه سبلان صحبت بکنم که شما شاید شنیده باشین جایی نوشتم آرتا سبلان. و معنی آرتا سبلان چیه؟ آرتا به معنای مقدس به زبان ترکیه و سبلان جایی بوده که خیلی معتقدن، البته نظریه است، خیلی معتقدن که زرتشت اونجا به وحی رسیده، یعنی اونجا بوده که وحی شده و بعد اون اومده توی کل ایران این دین زرتشت رو چیز کرده، پخش کرده. و بالاخره ببینید خیلی چیزا هست، ببینید زبان، فرهنگ، اینا با هم همه در هم تنیده شده با هم دیگه. شاید خیلی از کلمات ترکی اومده توی فارسی و فارسی رفته داخل ترکی و این نشونه اینه که به قول آقای کرمی ما با همیم، همه با همیم، هیچ چیز جدایی نیست. حالا شاید چون ترک ها زبونشون کاملا فرق میکنه، جمهوری اسلامی از این مورد استفاده کرده و همونو، یعنی یه دونه ابزاری کرده که بزنه تو سر مردم و بینشون تفرقه بندازه. ولی در کل ما هممون با همین. و خواستم به حرفای آقای کرمی اینم اضافه کنم، وقتی ما میگیم که ما همه، من ترکم، من لورم، فلان و این حرفا میزنیم، واقعا این که حرف زدن، من تو قسمت سخنرانی من بود، با اون کاری که عمل میکنیم خیلی فرق میکنه. یعنی شما میتونی یه حرفی بزنی ولی تو عملت یه جور دیگه برخورد کنی و بچه هایی که ما دور و برمونن اینو متوجه میشن. دوستان خواهش میکنم واقعا اگر فکر میکنید که هنوز قلبا به این حس نرسیدین، نکنید این کارو، واقعا بچه دار نشین، چون این بچه همون کسیه که بزرگ میشه و همین مشکلاتی که ما الان داریم به خاطر همین موضوعه. و باید با کارهامون، با رفتارمون بیشتر تحقیق کنیم در مورد این نژاد پرستی، در مورد این که بخواد فلانی فرق میکنه زبونش، چرا اینجوریه. ما الان ضرر اون موقع رو داریم به جون میخریم، همه مشکلاتی که امروز ما داریم به خاطر همینه. و الان به قول شما الان تبریز اگه واقعا قاطی میشد تو این چیز، تو این تظاهرات، شاید خیلی زودتر از اینا این اتفاقا میفته. و اگر نشده فقط به خاطر این موضوع و وظیفه مایی که اینجا نشستیم فهمیدن این موضوع و بعد اینکه فهمیدیم عمل کردن به این موضوع.
فقط با گفتن درست نمیشه، همون باید عمل کنیم با رفتارمون با کردارمون که بقیه نسل بعدی اینو متوجه بشه. الان شما تو آلمان هیچ وقت نمیتونید یه کلمه، وقتی یه نفر در مورد سیاپوس یه حرف میزنه انگار که واقعا فوش داده، یعنی همه با تعجب بهش نگاه میکنن که تو چرا این حرفو زدی. ولی خب تو ایران من علنا دیدم که مادره مثلا اومده درستش کنه، اومده چششو درست کنه، ابروشو درست کنه، دیده چشش هم کور کرده. آره اینا ترکن، به خاطر همین اینجوری میگن و همین یه کلمه تو ذهن اون طرف میمونه و خودشو جدا از شما میبینه، میگه خب من ترکم شما فارسی، پس ما با هم برادر نیستیم. و ما باید خیلی 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 بیشتر روی موضوع حواسمون باشه و دقت کنیم. ممنونم. ممنون از شما آقای حمزاده عزیز. آقای کرمی خوشحال شدیم از حضورتون، دوست داشتیم که بیشتر در خدمتون باشیم، ولی خب کار دارید و باید تشریف ببرید. ممنون از سخنرانیتون. دوستان در مورد آذربایجان، در مورد موسیقیش من خواستم یک توضیحی بدم. موسیقی آذربایجانی یک مجموعه کامل موسیقیایی که از نقاط اشتراکی زیادی با موسیقی فارسی و عربی و حتی موسیقی ترکیه با هم خیلی اشتراک دارن. دو بخش داره، بخش موسیقی های آوازهای رزمی و بزمی و که عاشقانه است، با عاشقها میخونن که به فولکلور معروفه، و یک بخش موسیقی مقامی یا کلاسیک داره که بخشی با سازهای تار آذربایجانی، کمانچه آذربایجانی، قرنه و سایر سازهای آذربایجانی اجرا میشه. در بخش موسیقی عاشقی یا موسیقی مردمی در واقع، اینا توسط دورگردان روستایی در زمستانها که در کار کشاورزی متوقف میشده میومدن و با سر دادن سرود و ساز به قول من امرار معاش میکردن. امروز هم که خب در بسیاری از جاها میبینیم که موسیقی آذربایجانی و رقص آذربایجانی خیلی معروف است و انجام میشه، جز موسیقی های فاخر محلی به قول معروف به حساب میاد، مثل موسیقی کردی یا بلوچی که واقعا بسیار زیبا هستن، یا موسیقی عربی، حتی موسیقی عربی ها بسیار بسیار زیباست، حالا برخلاف اون چه که خیلی از ما شاید نشناسیمش، ولی موسیقی عربی هم بسیار موسیقی زیباییه. خب در مورد مردم تبریز که آقای ناصری فرمودن که چرا مردم تبریز دیر به قیام میپیوندن یا کمتر به اعتراضات میپیوندن، من خودم فکر میکنم حالا علاوه بر اون مواردی که آقای کرمی و آقای حمزه‌زاده گفتن که بسیار زیاد اونجا کنترل میشه، بازداشت و زندانی لیدرها و رهبران تبریزی هستش. به نظرم میاد که خب از خیلی سالهای پیش این مورد رو انجام داده جمهوری اسلامی و متاسفانه رهبر و لیدری نداره تبریز در حال حاضر، و اگر هم داشته باشه به شدت تحت نظر و نمیتونه کاری بکنه. یکی از دلایلش این میتونه باشه، حالا دلیل دیگه‌ش هم آقای حمزه‌زاده گفتن، خب متاسفانه این موضوعی بود که جمهوری اسلامی به خوبی داشت پیش می‌برد، البته خوشبختانه این دستیسش نقش براب شد. حالا دوستان عزیز اگر نقطه نظری دارن در مورد آذربایجان و قوم ترکی. بله آقای ناصری عزیز. مرسی از شما که دوباره این وقت در به من دارید. آقای شایگان اون بحث رو بله من حالا تا حدودی موافق هستم با آقای حمزه‌زاده. نسل جدید که خب واقعا متفاوته نسبت به اون نسل قدیمی که حداقل ما بودیم و قبل‌تر از ما، که به خاطر اون آموزش‌های غلطی که متأسفانه از بچگی توی ذهن ما نشست که یه جورایی تفرقه بین اقوام مینداخت و یه جورایی تبعیض بین اقوام مینداخت،
این الان دیگه نیست، ما دیگه نداریم، چون پدر مادرها یه ذره چجوری میشه گفت دیدگاهشون کلا تغییر کرده نسبت به قبل. قبلا پدر و مادرای ما یه ذره محدود بودن تو اون بحث آموزش، تنها آموزشی که میگرفتن از خود همین جمهوری اسلامی ایران بود، یعنی از خود مدارس یا حالا کوچه بازار. ولی الان خود ماها یا حتی نسل‌های بعدی آموزشی که داریم میگیریم حالا بیشتر از اینترنت، از فضای مجازیه و یه ذره آزادتره نسبت به قبل. قبلا خب خیلی محدود بوده اینا، ولی الان یه ذره آزادتره، داریم دنیا رو میبینیم، واقعا میفهمیم که این تعویض‌ها چه ضررهایی داره به مردم میزنه و باعث چه مشکلاتی میشه توی کشور. و اینو حداقل دیگه به بچه‌هامون انتقال نمیدیم، حداقل اینو یاد میگیریم که دیگه به بچه‌هامون انتقال نمیدیم و اثراتش هم همین الان داریم میبینیم دیگه. همین اعتراضاتی که الان داره اتفاق میفته، واقعا چند درصد از این آدمایی که الان توی خیابونا دهه 60 یا دهه 50، چقدرشون دقیقه 70 یا دهه 80 هستن؟ شاید میشه گفت، به جرئت میشه گفت بالای 80 درصدشون دهه 80 هستن. همین کشتایی که الان دادیم، چند تاشون واقعا نوجوان بودن، چند تاشون دهه 80ی بودن، چند تاشون دهه 70ی بودن. اینا رو ما میتونیم قشنگ اینو به عینه میتونیم ببینیم دیگه که چه اتفاقاتی افتاد. و اینکه یه بحث دیگه هم که در رابطه با حالا مردم ترک، چرا حالا تو این چند وقته اعتراض کمتر کردن، به نظر من همین سیاست‌های جمهوری اسلامی که حداقل توی این 40 سال گذشته یه جورایی این مردم رو پیش برده، که نظر شخصی من البته، الان چون می‌دونیم اکثر مردم ترک زبان یا آذری زبان اکثرا بازاری هستن، یعنی کمتر پیش میاد که مردم آذری، یعنی هست ولی خب خیلی کمتره درصدش که شغلای اداری یا چیزای دیگه داشته باشن، اکثریت بازاری هستن. و خب الان چند درصد بازاریا اومدن توی خیابون و دارن اعتراض میکنن؟ شاید میشه گفت صفر، نزدیک به صفر حداقل. اگه مردم ترک یا همین بازاریا وارد خیابون بشن و شروع کنن اعتراض کردن، مطمئن باشید جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه ای باشه خیلی زود زمین میخوره و اصلا به فردا نمیکشه، چون الان همه چی دست بازاریاست، همه، یعنی هم پول، هم از نظر هزینه، هم از نظر تعداد نفرات، نیروی انسانی که دارن. یعنی اگه همینا بیان توی خیابون، مطمئن باشید این حکومت به فردا نمیرسه و سقوط میکنه سریع. و امیدوارم این اتفاق سریع بیفته که مشکلات بعدی پیش نیاد مثل الان، که اگه قبل‌تر این کار کرده بودن، حداقل این تعداد عزیزانی که توی این چند وقته کشته شده بودن حداقل الان زنده بودن. مرسی از شما. من مایک رو رها می‌کنم آقای شیبان عزیز. ممنون آقای ناصری. البته من این خبر رو به شما بدم که امروز در بازار تهران اعتراضات و اعتصابات شروع شد و کسب مغازه‌هاشون رو بستن و به اعتراضات پیوستن. خیلی هم درگیری ها زیادی اونجا انجام شده. آقای حمزه‌زاده بفرمایید لطفا. در جواب آقای ناصری میخواستم بگم که ما یه ضرب المثل داریم، میگه توی ایران اون پولدارترین آدمش هم ترکه، اون فقیرترین آدمش هم ترکه. اینطوری نیست که شما بگید مثلا کلا بازار کامل دست اوناست و این یه فکر اشتباهیه. ولی خب بله، اکثریتشون تو بازار دستشونه و تو بازار آدمای بازاری هم. و به نظر من این اتفاق کم کم داره میفته، حالا شاید امروز روز نیفتاده باشه، ولی مطمئن باشیم به زودی زود این اتفاق میفته. و تو قسمت دوم میخواستم یه سری اطلاعات در مورد گذشته و تاریخ آذربایجان بدم. یه چیزی که من خیلی دیدم تو دوستا و اطرافیان در مورد قوم، یعنی در مورد سلسله صفوی هاست، که همه میگن ای بر پدرشون لعنت، شیعه رو آوردن تو ایران، ما اصلا فلان بودیم مثلا. در حالی که میخوام اینو بهتون بگم، اگر شاه اسماعیل شیعه رو داخل ایران نمی آورد، ما هم الان مثل مصریا یا سوریا میگفتیم ما عربیم، اصلا هیچ تاریخی نداریم. وقتی که شاه اسماعیل دید که عرب ها با یه دین وارد ایران شدن و مردم رو تسخیر کردن، به جز دین نمیتونستن جلوی اونا وایستن. تنها راهی که داشتن این بود که یه ایدولوژی جدید پیدا کنن که بتونن جلوی اسلامو بگیرن و خودشونو جدا کنن. اگر ما الان خودمونو فارس میدونیم یا ایرانی میدونیم، به خاطر اینه، یعنی به خاطر اینه که ما فرق میکنیم. درسته الان 80% همه متنفرن از این اسلامی که داریم، ولی اگر این موضوع نبود، ما هم الان مثل، میگم الان من دوست مصری دارم، هی بهش میگم بابا شما فرهنگتون خیلی قدیمیه، تمدنتون، میگه نه
عربی صحبت میکنه و به عرب بودنش افتخار میکنه با کمال میل. و اون زمان شاه اسماعیل صفوی این موضوع رو فهمید و با یه دونه دین جدید اومد به اسم شیعه، کل ایران رو متحد کرد و باعث شد که کل ایران متحد شد بعد چند سال بعد ساسانیان. و یه موضوع دیگه هم بود در مورد همین تاریخ، زمانی که عثمانی ها به اروپا داشتن حمله میکردن، تقریبا داشتن اروپا رو میگرفتن، تا سوئیس اومده بودن، از این طرف از سمت شرقشون همین ایرانی ها یا همون صفوی ها بودن که هی حمله میکردن، یه جنگ داشتن با عثمانی ها. و یکی از پادشاه های اروپا میگه که این قوم چه قومیه که اینقدر دلیرانه جلوی اینا وایستاده و اینا رو داره جلوشون رو میگیره. یه نفر یه تاجر میفرسته و بهش مشخصا بهش میگه شما برو داخل ایران از سمت آب، از آبای جنوب، ببین که این کیه، این پادشاهی که میگن اونجاست و داره به ما کمک میکنه کیه، که اون توی خاطراتش کامل همه رو نوشته، یعنی مو به مو، چون خودتون میدونید اروپایی همه چی رو مینویسن، خاطراتشون رو تو روز مینویسن، مو به مو نوشته بود که چه چیزایی دیده. و از اون دقیقا زمان شاه عباس صفوی بود که وقتی یکی از حرفای معروفش این بود که زمان جنگ شاه عباس خودش نفر اول بوده، یعنی اولین نفر، یعنی شما سوالش کن الان توی این اعتراضایی که تو خیابون هست، فکر کنید مثلا علی کریمی، مثال دارم میگم، بیاد نفر اول وایست اونجا، خب شما سوالش کن بقیه چیکار میکنن، یعنی واقعا این سیل اونجا رو میگه. برای همین بوده که ایران، یعنی ترکا کلا تو ایران حکومت کردن، یعنی صفوی ها و بعدش هم افشار و اینا، به خاطر این بود که واقعا از جون و دل این کارو میکردن، یعنی واقعا برای اون شاهشون میمردن به قول معروف. اونم واقعا در جواب این موضوع، خودتون دارید میبینید تو اصفهان چقدر آثار باستانی و تاریخی، چقدر شما دارید همه اینا رو الان هستش تو خود شهرهای دیگه، اکثرا از زمان صفوی مونده و این واقعا جای افتخار داره و ما باید به موضوع واقعا ببالیم. منظور من این بود. ممنونم. همین شما ممنونم آقای حمزه‌زاده. در این مورد من نمیتونم اظهار نظر کنم. آقای پرویزی عزیز بفرمایید. سلام دوستان، وقت همگی بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی از صحبت‌های خوبی که دوستان انجام دادن. من فقط یه نکته می‌خواستم بهش اشاره کنم. یکی از مواردی که خود هموطنان ترک یا کرد و حتی عرب، بلوچ و سایر اقوامی که در ایران هستن ترغیب میکنه برای اینکه برخی از اونها ادعا یا حالا تفکرات تجزیه طلبی داشته باشن، همین کلمات غیر معقول ترک زبان، کرد زبان، عرب زبانه. قطعا این قوم ها عقبه‌ای دارن که شناسنامه دارن و تماما حالا هر کدومشون از ایل و تباری هستن که شما نمیتونید مثلا این برچسب فقط زبان مثلا ترکی رو بهشون این رو مثلا القا کنید یا اینکه مثلا خطابشون کنید. بنابراین من خیلی ممنون میشم اگر که حتی در صحبت هامون از کلمات این شکلی استفاده نکنیم. چرا؟ چون که این خودش باعث تفرقه میشه در بین اقوام، یعنی من در بین حتی دوستانی که تجزیه طلب بودن در اتاقهایی که داشتن، در کلاب هاست که حضور داشتن، اصلا دقیقا یکی از موردهایی که خیلی روش تاکید داشتن همین موضوع و اینکه عملا اشاره میکردن که فارس ها هنوز نمیخوان قبول کنن که ما ترکیم، ما اصالت ترک داریم و همچنان به ما میگن ترک زبان یا کرد زبان یا عرب زبان. چون اون اتاقی که بودم بحث تجزیه طلبی بود و تمام اقوام هم بودن اتفاقا. و اینکه من میگم این کلمات خودشون باعث هم تفرقه میشه، هم ایجاد اون نفاقی میشه که بین تو اقوام پیش میاد و ممکنه همین ها تفکرات تجزیه طلبی هم به بار بیاد. ممنونم. من فقط خواستم این نکته رو بگم و مرسی که وقت در اختیارم قرار دادید. از شما آقای پرویزی عزیز واقعا به نکته درستی اشاره کردید. متاسفانه خب گاهی وقتا ما فراموش میکنیم این موضوع رو و هموطنان عزیزمون رو فقط به زبانشون میشناسیم و این خیلی
واقعا بده. آقای ترغیبی بفرمایید. بله، درود و عرض ادب خدمت همه همکاران و بینندگان عزیز. در مورد صفوی که همکارمون توضیح دادن، من یه اطلاعات مختصری دارم. آره، واقعا شیعه‌گری را آورد توی مملکتمون، توی کشورمون، و همین شیعه‌گری باعث شد که مردم یه اتحادی پیدا کنن و مرزهای ایران رو نگه دارن. دقیقا کار خوبی کرد، ولی متاسفانه در آخر که همه ما شاهد اون هستیم، این تقدس شیعه‌گری اومد که گریبانگیر ما همین آخوندها شدن دیگه، مقدس شدن، تا جایی که بعد از دیکتاتوری رضا شاه و رضا خان ما یه دیکتاتوری دینی شیعه رو قبول کردیم، چون مردم خواستار این بودن. و متاسفانه الان داریم کشته میدیم نوجوانمون، بچه‌هامون، همه دارن کشته میشن به خاطر این تقدسگرایی. و در کل میگم آره، واقعا کار خوبی کرد، ولی این بلا سرمون اومد فعلا. و از این ورم نگاه میکنیم، یک اتحاد عجیبی در بین ما اقوام ایرانی، چه کرد، چه ترک، چه بلوچ، ایجاد شده. یعنی سالهای سال که جمهوری اسلامی اومد تفرقه بندازه و کارهایی که خودش میکرد و به اقوام ما نسبت میداد، باعث نشد بازم ترک با کرد دشمن باشه، نمیدونم بلوچ با کرد، کرد با فارس، باعث نشده. الان میبینیم قشنگ توی خیابان همه میبینیم که همه پشت هم هستن. خیلی هم عالیه این حرکت و مردم به این آگاهی رسیدن که واقعا ما یک ملتیم که در کنار همیم. ایران برای فارس نیست، ایران برای ترک یا کرد یا بلوچ نیست، ایران در کنار همه اقوامش ایرانه. یک مسئله دیگه هم که هست در مورد تجزیه طلبی اینا، من خودم اصالتا کردم و از اون کردهایی که میبینن تجزیه طلبی، تجزیه طلبگرا هستن، نگاه میکنم مثلا میپرسم، میگم علت شما چیه برای این هدف؟ میگه خب فارس ها به ما ظلم کردن فلان بود. و خب وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، در زمان رضاخان خب همه کشور زبان رسمی شد فارسی و فارسی رو تجزیه کردن، زبان مادری متاسفانه خیر. و این حرکت رضاخان هم در جهت دقیقا همون شیعه‌گری، مثل همون شیعه‌گری بود که صفوی انجام داد برای اتحاد کشور، چون واقعا داشت از هم میپاشید کشور ایران اون زمانم. و یکی از دلایلشون اینه. یک دلیل دیگرش هم اینه که جمهوری اسلامی از روزی که اومده برای کردار سرکوب میکنه، و متاسفانه خیلی از ما کردها به دلیل ناآگاهی اینو به ایران ربط میدیم، به جمهوری اسلامی ربط نمیدیم. این جمهوری اسلامیه که ما رو میکشه. اول از کرد شروع کرد، از کرد و بلوچ شروع کرد، الان به فارس و ترک و همه جا رسیده، الان داره همه رو قتل عام میکنه. این اتحاد با آگاهی نسبت به جمهوری اسلامی و نسبت به سایر اقوام به دست میاد. و من یه سوالی هم دارم از کسایی که تجزیه طلب کرد هستن، که تعدادشون هم خیلی زیاد نیست. اگر ما کردا از ایران جدا بشیم، کردای سمت قوچان و خراسان شمالی رو چیکار کنیم؟ اونا رو چجوری جدا کنیم؟ این سوال بی پاسخیه به نظرم، نمیشه پاسخ داد به این سوال. ممنونم. شما آقای ترغیبی عزیز، البته در مورد زبان من فکر می‌کنم به هر حال اقوام مختلف ایرانی به یک زبان اشتراکی نیازمند، حالا اون زبان زبان فارسی یا ترکی یا هر زبان دیگه میتونست باشه. چون فرض میفرمایید شمایی که کرد هستی، اگر یک سفر به شیراز کنی، نیاز داری که با اون افراد در ارتباط باشی، یا یک فردی که آذربایجانی به اهواز میره یا بلوچه به تبریز میاد، نیاز به یک زبان مشترک داریم هممون و من فکر نمیکنم چیز بدی باشه. آقای حمزه‌زاده بفرمایید. به مجدد در جواب آقای ترغیبی میخواستم بگم که ببین دوست عزیز، شما اگه بخوای کاری انجام بدی، اول از همه باید وجود داشته باشه. این که الان ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، من دلیلش رو گفتم، به خاطر این بود که قبلا این اتفاق افتاد و شما اشتباهاً این دارید شیعه رو وصل میکنید به جمهوری اسلامی. اصلا اینجوری نبود. شما به این کتابای مثلا شاه اسماعیل، شاه عباس رو بخونی، شاه اسماعیل خودش عینایی بوده که مشروب می‌خورده، توی شعر میگفته، عاشق بوده، شعرهای عاشقی، قصیده و غزل داره. و
ولی تو میدون جنگ میگفتن از دهنش کف میومد بیرون موقعی که جنگ میکرد، انقدر یعنی مرد عمل بوده. این مله‌های امروز نبود که فقط حرف بزنی یا شاه عباس و همه اینا. الان شما توی چهل ستون توی سقفش قشنگ یه جوری عکساش هست، همشون مشروب میخورن، خانمای بی حجاب دورشونن. اصلا اینجوری که تو شما مثلا تو ذهنتون در مورد شیعه است، این اصلا چیزیه که جمهوری اسلامی برای خودش درست کرده. اصلا شیعه این نیست. من نمیخوام طرفداری شیعه کنم، من خودم متنفرم ازش، ولی میخوام بگم این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید. یعنی نندازین گردن صفویها، یا اگر صفویها نبودن شما اصلا ببخشید وجود نشین که در مورد این موضوع صحبت کنم، یا من وجود نداشتم اصلا که بخوام در مورد این صحبت بکنم یا نکنم. و اونها تو اون زمان وظیفه خودشون رو درست انجام دادن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی اومده این وسط تفرقه داره میندازه به اسم شیعه و همه شیعه رو با جمهوری اسلامی یکی میدونن که اصلا همچین چیزی نیست. و میگم اون دلیل اینکه این دین اوورد کاملا استراتژیک و سیاسی بوده برای اتحاد بین مردم و برای همینه که ما الان داریم میگیم در مورد ایران صحبت میکنیم. اگه ایشون نبود الان ما هم شاید بگم تجزیه شده بودیم و اصلا چیزی به اسم ایران وجود نداشت که بخوایم ازش دفاع یا نکنیم، بکنیم یا نکنیم. ممنونم. آقای حمزه‌زاده خود آقای تقوید بکنم توضیح بدم، ولی ایشون نگفتش که صفویه باعث این موضوع شیعه امروز یعنی آخوندیسم شد. گفت در اواخر عهد صفوی آخوندیسم روش کرد. من فکر کنم این باشه، حالا خودشون بهتر توضیح بدن. آقای تقوید بفرمایید. دقیقاً آقای حمزه‌زاده عزیز منم همین گفتم، گفتم صفویه اومد که شیعه‌گری رو باب کرد توی ایران برای حفظ چارچوب کشور و این کار بسیار بسیار خوبی بود. دقیقاً منم با شما موافقم که اگر صفویه نبود احتمال داشت الان من و شما همدیگر رو نشناسیم، مثلا چیزی به اسم ایران وجود نداشته باشه. من میگم تقدسگرایی از شیعه‌گری که توی ایران به وجود اومد از اون زمان، خب میدونم برای ایران این کارو کرد، برای حفظ ایران، همونجوری که رضا خان دیکتاتوری میکرد برای حفظ ایران، برای چارچوب کلی ایران این کارا رو میکردن. آره درسته. و میگم متاسفانه ما از تقدسگرایی شیعه توی مردممون باعث شد از دیکتاتوری پهلوی گذر کنیم به دیکتاتوری دینی شیعه برسیم. که شما نگاه میکنید زمانی که جمهوری اسلامی اومد کردها رو قتل عام کرد در اول انقلاب، با فتوای خمینی بود، فتوای دینی بود، همه هم بر اساس اون دین اومدن این کارو کردن. این تقدسگرایی که باعث همچین حکومتی شد که بر ایران صاحب بشه، وگرنه ما دیکتاتوری رضا خان و رضا شاه رو انداختیم کنار، یه سیستم سکولار و یه سیستم دموکراسی رو بر کشور حاکم میکردیم و مردم خواهان این نبودن. حتی اگر مردم هم خواهان این بودن، دینشون بهشون اجازه نمیداد. در مورد زبانم آقای شایگان عزیز منم موافقم و بسیار بسیار چیز خوبیه. من افتخار میکنم به زبان فارسی یاد گرفتم و میفهمم و درس خوندم و در کنارش هم با اینکه آموزش زبان کردی نداشتم توی مدرسه، هم زبان کردی کرمانجی کردهای سوریه و ترکیه رو یاد گرفتم خودم، تحقیق کردم و خیلی از زبانهای دیگری هم هست. من آهنگاشون رو با افتخار گوش میدم و از این حالتی که دارم که به همه زبانها به همه اقوام احترام میذارم خیلی خوشحالم. مشکلی هم ندارم با این قضیه. مطمئنا هر کشور یک زبان رسمی دارد در کنار زبانهای اقوام مختلف و بسیار افتخار میکنم به این موضوع که زبان فارسی رو بلدم و خوشحالم که میتونم صحبت کنم زبان فارسی. من در خدمتم. خیلی عالی. البته من یه نکته بگم، زبان رسمی فکر کنم ایراد کار همینه که اسمش زبان رسمی شده. اگر زبان اشتراکی میبود اسمش توی قانون اساسی به اسم زبان اشتراکی، فکر کنم خیلی از مشکلات حل میشد. چون اسم کلمه رسمی کنار این زبان اومده، یکی از عمده ترین مشکلاتش همین. در مورد سوال شما در مورد تجدید طلبان، به هر حال هستن متاسفانه، پان ترک، پان کرد، پان ایرانی، پان عربی هستن، ولی تعدادشون خیلی کمه. حداقل من چون خودم اصالت آذربایجانی دارم و همینطور توی منطقه کردستان سالها زندگی کردم، تو این دو بخش رو کامل میدونم که
جدایی طلبی تو عامه مردم وجود نداره. یک بخش خیلی کوچیکی هستن که خب اونا حالا پیشینه هم داره، آدم در موردش میتونه صحبت کنه، ولی خب ببخشید من زیاد حرف میزنم. یک سخنی هم در این مورد بگم، تجزیه طلب هم به هر حال اگر ما به دموکراسی اعتقاد داشته باشیم، کسایی هم که تجزیه طلبن حرف خودشونو دارن، نباید سرکوب کنیم، باید گوش بدیم ببینیم شاید دلیل اونا محکمتر باشه، واقعا حرف اونا درست‌تر باشه. ولی من دو هفته پیش توی هانوفر بودم، توی تظاهراتی که برای حمایت از داخل ایران بود، از تظاهرات داخل ایران. متاسفانه یکی اومد گفت این پرچم شیر و خورشید بردارین، این پرچم نمیدونم کردستان تجدید طلباست بردارین. خب گفتم عزیز من اینجوری که نمیشه، شما بیاین بگین من درست میگم. خب اونام شاید حرفشون رو بزنن و در کل برای مثلا جدا شدن یا نشدن، مطمئن باشید یک ملت، یک قوم تصمیم میگیره، نه اینکه چهار نفر برای اون قوم. اونا اگر رای گیری کنی بین کردها، مطمئن باشید کردها زمانی که یک ایران با دموکراسی باشه و حقوق خودشون رو داشته باشن، چه ترک باشه چه کرد چه بلوچ، مطمئن باشید از این جدایی طلبی بدشون میاد، چون چیزی که دارن آرامش، چیزی که دارن انسانیت، چیزی که دارن امنیتشونه و کردها هم همین میخوان. متاسفانه خیلی ساله با وجود جمهوری اسلامی نه امنیتی هست، نه اقتصاد درستی است در کردستان، و اکثرا دیدین به کولبری مشغولن و توی کوها هم به راحتی اگر از کوها عبور کنن، از برف و کولاک عبور کنن، با تیر جمهوری اسلامی کشته میشن. من در خدمتم. درست میفرمایید. در مورد رفراندوم بحث جدایی طلبی یا اینا که خب درست فهمیدی، همه افراد جامعه باید شریک باشن. البته این موضوع به این شکل هم نیستش که شما فرمودین که فرض کنید بیان از کردها بپرسن که شما میخواین جدا بشین یا نشین، این به این شکل نیستش. این از تمام اقوام و از تمام مردم ایران میپرسن که آیا کردستان جدا بشود یا نشود. اگر همه رأی به جدا شدن بدن ما جدا میشه، اگر نه که خب جدا نمیشه. این رفراندوم به این شکله. آقای حمزه‌زاده بفرمایید. مجدد در مورد حرفی که دوست از اون رای تغییری زد، خب البته 100% درسته، هر قومیتی حق داره که اون اصالت خودش رو داشته باشه و اون چیزایی که حقش رو داشته باشه. ولی خب هفته قبل در مورد همین موضوع پرچم توی یک از اتاقای پژوهش با آقای جهانگیر گلزار صحبت کردیم، ایشون حرف قشنگی زدن، گفتن کسی که دوستان هموطن کرد ما که با پرچم کردستان میان اونجا، در واقع دارن تبلیغ پرچمشون رو میکنن و ما الان توی یه برهه‌ای هستیم که به قول شما خودمون داریم میگیم آقا من ایرانی ام، نه ترک ام نه فارس ام، من ایرانی ام. وقتی شما با پرچم یه جایی میای، دقیقاً دارین خلاف این موضوع رو میگین که آقا من دارم این پرچمو به عنوان، چون شما الان نگاه کنین کردای سوریه هم اینجا یه اتفاقی تو آلمان میفته، دقیقاً با همین پرچم میاد و هر اتفاقی میفته و این هدف تبلیغ کردهاست. یعنی کردها دوست دارن که خودشونو به چش بیارن، بگن ما هم هستیم، و این به نظر من اصلاً در حال حاضر درست نیست. در کل درسته، حق دارن پرچم خودشون رو داشته باشن، حق دارن زبان رسمی خودشون داشته باشن، همین رو من قبول دارم. ولی الان که به قول معروف تنور داغ داره، یه اتفاقایی میفته، ما باید خیلی آگاه تر اینو باشیم. شما به عنوان یه آدمی که توی کانون دفاع از حقوق بشر فعالین، باید اینو بدونی که الان این در حال حاضر زمانش نیست که من با این پرچم بیام. چرا؟ بعد اینکه سقوط کرد این رژیم، بعد هم شما حق داری پرچمتون رو بخواین، آزادیتون رو بخواین، هممون حق داریم. ولی امروز روز اگر هم شما دیدین از طرف من، واقعا باید جلوشو بگیرین، چون الان قشنگ نیست، واقعا قشنگ نیست. من نمیدونم چجوری بگم، من که دور نگاه میکنم یا حتی دوستای آلمانی من بهم میگن خب این پرچم چیه، این چیه، من تا بخوام به اینا توضیح بدم که این قضیه چیه، یارو اصلا حوصله‌اش سر میره، میگه اینا همه خودشون با خودشون اختلاف دارن، نمیدونن چی میخوان. و خواستم اینو بگم که واقعا هر کدوم از ما هر جا دیدیم، نمیگم حقشون نیست، 100% حقشونه، ولی تو این روزا واقعا اشتباه، یه کار اشتباهیه به نظرم. بله دقیقا درست میفرمایید آقای حمزه‌زاده. در حال حاضر اتحاد مهمترین اصل
که در بین همه اقوام و اقشار ایرانی باید شکل بگیره، زن و مرد هم نداره، هممون یکی هستیم، عرض کردم هممون سوار یک کشتی هستیم. اگر امروز مهسا از سقز رو جمهوری اسلامی به قتل رسون، چند روز بعدش میکا شاکرمی از خرم آباد رو، یعنی از لورهای عزیز رو، چند وقت قبلترش اون متاسفانه دختر معصومی که توی بلوچستان بود. یعنی ببینید نوبت به همه میرسه، جمهوری اسلامی به کسی رحم نمی کنه و ما هم نباید بهش رحم کنیم. یعنی منظورم از عدم رحم خشونت نیست، اینه که باید بتونیم متحد باشیم و بتونیم حق خودمون رو بگیریم از جمهوری اسلامی و به آزادی برسیم. دوستان عزیز اگر نقطه نظری دارن، سوال یا دیدگاهی دارن، لطفا بفرمایید. اگه نه که جلسه رو به پایان برسونیم. خب گویا دوستان نظری ندارن، من در همینجا ضمن تشکر از همه همکارانم، آقای کریم ناصری منشی جلسه، آقای محمد رسول پورتندرست و فرشاد عرابی ضبط صدا و تدوین، ادمین ها خانم نرگس مباشریفر و نریمان حسین نژاد. یک جمع‌بندی هم بکنیم که امروز ما در شنبه 8 اکتبر از ساعت 14 جلسه ای رو با حضور اعضای محترم کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی ترتیب دادیم و در این جلسه بانو ابتهی گزارش تحلیل موارد نقض رو عنوان کردن، بانو رهایی کنوانسیون بین‌المللی تبعیض نژادی رو عنوان کردن و سه سخنرانی داشتیم که آقایان آراس کریمی، حسن حمزه‌زاده و فرشاد عرابی. موضوع بحث آزادمون هم که قوم ترک بود که انجام شد و در حال حاضر در ساعت 16 و 22 دقیقه ختم جلسه رو اعلام کنم. خسته نباشید همگی و لطفاً لایو رو قطع کنید. یکی قطع میکنه. این اصلا لایو رو کی قطع میکنه؟ دوی بر شما آقای پرویزی الان مسئول اتاق هستن. دوستان صبر کنید دو دقیقه صبر کنید آقای اشاردان، من الان چیزش رو بعد برای جلسه آینده هم اگر دوستان مسئولیت رو میخوان قبول کنن از همین لطفا اعلام کنن تو چت بنویسن که آقای ناصری یادداشت بفرمایند.